ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغ لاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ ستاسو په خدمت کې یو د سپینو خبرو برخه ده او د افغانستان پیښو به انشاءالله سره غږیږو دوستانی عزیز هر څه سلام او احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان خدمت شما قرار داریم بالای اوزای جاری افغانستان طور معمول از این طریق اخبار گرم افغانستان و رویدادهای اخیر افغانستان انشالله به بررسی گرفته و آنچه در داخل افغانستان و آنچه در بیرون از کشور عزیز ما با وقوع می پیونده نشستها کنفرانسها تعطی نظر گفتگوهای صلح اما موضوعات بسیار گرم و روز و سرنوشت ساز تشکیل می ته برای افغانستان عزیز طوری که آگاه هستین دوستان عزیز گفتگوهای صلح در قطر سال قبل همی انگام آغاز گردید و نو دور با هم نشستند طالب و امریکا و بالاخره شب در میان قطع شد و دوباره آهسته آهسته آغاز گردید و در این فاصله افغانستان بمباردمان گردید قرا و قصبات ما ویرانه گردید بسیار مردم یعنی بیشمار جان باختند و بمباری های غول پیکر ایالات متحده امریکا و ناتو تحت عنوان جنگ علیه ترور و تروریسم خصوصا قهر دیوانوار دونالد ترامپ علیه طالبان که چرا با کمپ دیوید نیامدن و قرارداد یا توافق امضا نکردن و دستخط نکردن اما ضربی از او به مردم افغانستان متاسفانه رسید و رسید صدمات پیهم و خصوصا افغانستان که در طول بیش از 19 سال زیر یک سلطه پیهم قرار داره مزار بیشمار برای مردم شریف افغانستان داشته نه حکمرانان افغانستان نه ای کسایی که از بیرون آورده شدن بالای مردم تحمیل شدن مزدور و چاکر و نوکر ایالات متحده امریکا در افغانستان تحت میشن امریکا علیه ترور و تروریسم در جنگ قرار داشتن بالاخره افغانستان راستی از کلچر تا افکار شریفانه آزادی خواهانی مردم به یغما برده شد با تاسف البته در برابر امی اشغال هم خیزه ها صورت گرفته و این بار تحت عنوان یک چند نفر طالب افغانستان که البته طبیعی افغانستان هستند تحریک یا جنبش به نام جنبش طالبان یاد میشه البته اگر بیاد داشته باشین طالبان امو تحریک و امو گروه در حقیقت که اینا را یک گروه یا دله خطاب می دارن در یک انگام بسیار دردناک افغانستان که قتل بود، قتال بود، جنگ های داخلی یک چند نفر سران جهاد بگویم یا جنگ علیه ارتش سرخ از پاکستان ریختن به افغانستان و در میان هم افتادن واقعا پاتک سالاری، آدم کشی خوندیزی ها حتی خود کابل مرکز افغانستان به کلی به ویرانه مبدل گردید در این راستا که افغانستان در جوش جنگ و در آدم کشی و قتل، قتال، زورگویی ها و قماندان سالاری ها راستی در یک تنور داغ مصائب می سوخت یک چند نفر طالب بلند شد از قندهار از بین بلدک و ایستا ایستا اما افغانستان تقریبا احتوا داشتن و این کسانی که علیه یک دیگر افتاده بودن ملت راستی تباه ساختن چون روباها فرار کردن و مسئله 11 سپتامبر در امریکا و به حساب امروند تاریخ جهان در حقیقت تغییر داد و تومه از او افغانستان شد و عراق و دیگر کشورها در شرق میانه بلاسر از این که گوی از افغانستان بالای امریکا حملات صورت گرفته توسط شخص بنام اسامه بن لادن و جزای از او را مردم افغانستان دیدن امروز
دوستان عزیز بیش از 50% شما مردم زیر خط فقر میبینید. بیش از 4 میلیون یا 5 میلیون هم میگن آمار میتن ارقامی که توسط مؤسسات خارجی بیرون آمده چون سیگار بسیار در حالت زار به سر میبرن، مخمور هستن با مواد مخدر، هیروین، کوکائین. افغانستان مزرعه مواد مخدر گردیده، برای دیگه اکناف یا جهان قاچاق میشه. کلچر افغانستان واقعا کلچر افغانی دیگه نداریم، کلچر یا کلتور مزدوری و بیگانه پرست در افغانستان آهسته آهسته جای مناعات، شرافت، آزادی خواهی ها احتوا داشته و یک تأثیر و تعلم هست که با همه ارزش های انسانی یک خطه بازی ها صورت می گیرد. هدف ما از این حرف هایی است دوستان عزیز که یک روشنی بالای دورهای دور تاریخ نمیریم، همی 10 سال یا 20 سال یا 30 سال اخیر افغانستان. البته اما فعل و انفعالات تغییرات در امی 40 سال به وقوع پیوسته و او لازم است که یک مرور مختصر از گذشته ها داشته باشیم که در قبال از او قضاوت ما صادقانه باشه، وطن دوستانه باشه، حق گویانه باشه و حق بگویم چون مسلمان هستیم. طالب برخی است در این 20 سال از این وطن گویا دفاع داشتن. بعضی ها عقیده به این است که نوکر پاکستان هستن و پاکستان علایق داره در افغانستان. مگر اگر طالب هم نمی بود یک جنبش دیگه باز هم پاکستان علایق در افغانستان داره، یک رقیب بسیار بد چون هندوستان که اونا هم در افغانستان دست درازی داره و مداخله داره و تحت عنوان یک کمک برای یک پروژه و اینوان میتونه یک دردسر برای پاکستان باشه و اونا کشمیر زیر یک منازعه دارن. دو کشور در حال جنگ و به یک حساب دست به ماشه در افغانستان جنگ از اونا خلاصه میشه. امریکا و متحدین از اونا هم برای به یک حساب عشق یتیم و آه بیوه نیامدن، اهدافی دارن در افغانستان. متاسفانه افغانستان در یک اشغال قرار گرفت و پای هم دوام داره و از سوی طالب خیزش های از اونا که افغانستان باید مستقل باشه و تاریخ دوباره یاده گرده و بایان ما همی کار کرده و یک وجبی دینی از او را هم شما گفته نمیتونید که شما چرا جهاد میکنین، چرا از وطنتان دفاع میدارین که چون پاکستان حامی شماست. مگر 49 کشور که حامی از این حکومت پوشالی پایدار هوا و نامعلوم و غیر مردمی عقب از اونا افتاده و 49 زنجیر در گردن و القوم از اینا آویزان است و حتی صدای خودم نمیکشه، یا اغماز میدارن یا حراس دارن از راستگویی و یا ایمانشان به حد صفر رسیده که حتی صدای خودم کشیده نمیتونه. امروز بالاخره انجام کارها خواهد بود، یک نتیجه حتما داره. عقب هر تاریکی یک روشنی است و ایر قرآن واضح میگه بیان میداره بخشین دیگه. انشاءالله افغانستان دوباره استقلال خود اعاده خواهد کرد، تقدیر خود خودشان رقم خواهد زد و پنجه های بیگانه از گلوی مردم شریف افغانستان به دور خواهد شد به زور و به زور شمشیر، همطور که در طول تاریخ بوده. دیگه ببینیم که خداوند چی در تقدیر افغانستان نوشته. به هر حال دوستان عزیز، هر آغازی یک فرجامی داره و امروز باز شنیدیم که ایالات متحده امریکا، خصوصا پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا با CNN در یک مصاحبه گفته که در راستای یک هفته شاید یک توافق میان طالبان و هیئت وزارت خارجه ایالات متحده امریکا امضا خواهد شد، دستخط خواهد شد و در بروکسل هم در این دو روز نشست وزرای دفاع اعضای ناتو همچنان جریان داره و بالای سرنوشت افغانستان وقتی قوای ناتو افغانستان ترک بگویه که چی خواهد شد.
بالای مسائل صحبت و یکان بار میشنویم که کاهش خشونت، کاهش اینوان طالب مخاطب قرار میتن و حتش بس در حالی که طالب میگه همیتان برای این وطن ما را ترک بگوین، ای که باز ما حتش بس میکنیم نمیکنیم مسائل داخلی ماست، به مو موقف خود حداقل تا این دم قائم استادن و این قابل احترام است. باید این را به یک افغان متحد به آزادی، متحد به افغانستان بزرگ میپذیره. مگر او کسایی که در امی کسافات بقا میبینه، پرازیتای اجتماع هستن، امی حکومت پوشالی و زیر دست دیگرها را ترجیح میتن. میشنوم از بروکسل البته او راپوری که آمد که دستاوردها ضایع نشوه در افغانستان و دستاورد من نمیدانم اگر یک کشوری که 50% از او یا بالاتر خودی از اینا میگن در فقر به سر میبرن یا زیر خط فقر، یا اگر دستاورد است، اگر نیمی افغانستان از کنترل یا حکومت بیرون از سیر دستاورد میگن، این فساد فراگیر در مؤسسات حکومتی در افغانستان او را دستاورد میگن، این نامنی ها، جنگ ها، ای که یک شخص در افغانستان امنیست، در بعد از تاریکی شب یک نفر در داخل یک کابل گشت و گذار کرده نمیتانی دست آورد است. خب اگر دستاورده تنها اعمار یک چند تا شهرک باشه یا شهرهای کابل و قندهار عنوان میشه تامزار، خب او شهرها بود ترمیم شده، خب بالای افغانستان یک جنگ آمده تو پلهای هوایی را اینا اعمار نکرده. او برای تنقلات خود قوای ناتو همی اشغالگرا اعمار شده که حمل و نقل بداره، البته امکانات نظامی از اونا و اینا بوده، ای برای کدام تجارت نبوده، برای از اینکه تجارت افغانستان سقوط است، هیچ ما بیلانس تجارت ما صفر است در برابر هر یکی از این ممالک وارد کننده یک کشور وارداتی است، سیاست برادر صفر است، برای از او کار نشده، پروژه های اقتصادی که مردم جذب کنه، تهداب اقتصاد یا انفراستراکچر و درک نداره. این شهرهای افغانستان درست است اعمار شده، کاگل شده، ماستمالی شده که هر آن یک عمر یک سرک در امریکا اگر شما بپرسین میگه خب 30 سال یا 40 سال یا 50 سال است. در افغانستان عمر عزیزه، اما تو که انسانهای افغانستان life expectancy از اونا بسیار کم است، سرکای افغانستان هم بعد از 5-6 سال میگه گلماله شده از بین میره، باید دوباره ترمیم شد. یعنی خشت دب آب گذاشتن و تیر شدن همی است. قانون ببخشین معارف افغانستان بعضی مکاتب باز شده با این پول سرسام‌آوری که فرستاده شده، مگر نه یک معلم درستی، نه یک مربی، نه مو امکانات تدریسی، صرف یک شکل نمایشی را یقینا داشته که او را ما ارج میگذاریم، چرا نه؟ و اگر یک حکومتی بیایه شهرکا را خو ایران نمی کنه و این سابقه هم نداره. و بار دیگه هم که طالب آمد در کابل، کابل ویران بود، قبلا ویران بود، افغانستان یک مخروبه بود، پول هم چور شده بود یا کلی از یا گریخته بودن فرار کردن. من فکر نمی کنم که یک حکومت بیای باز بیای راسن برد امی شهرکا و تعمیرات که آباد شده یا را از بی خوریشه بپرانه، یا خانوما را بیاره به دار بزنه که حقوقشان با پایمال شد، یا امی تلویزیون و رادیو و اینا را و بار قبل چیزی بود. حال فکر نمی کنم، خود طالب تلویزیون داره، خود طالب رادیو داره، خود طالب، مگر اگر یک آهنگ قطع میشه خب قابل فهم است. در ایران هم همینطور شده، در دیگه ممالک چون عربستان و دیگه دیگه برین، اگر میخواین یک حکومت مضبوط اسلامی روی کار بیا، خب بعضی چیزها را قربانی بتین. آریانا سعید یک چند روز اگر نشنیدیم قابل فهم است، در حالی که شما میتونین از یوتیوب بشنوین یا ببینین رقص و قرص و اینا را، اگر سیریال میبینین و دیگه سرحد نداره، حال دنیا با هم چسبیده. مگر خود قوانین مطبوعاتی افغانستان اگر یکمه که فشار میاره بالای مسائل،
او خوب است، ولی زیکی عمل دستاورد نیست، زهرآورد است برای مردم افغانستان. شد زن در افغانستان اگر حقوق زنایی را که بالای استیج هستند، زنای خانمایی که در ارگان حکومت کار میکنن و بالا سر و گپ میزنن و حقوق نمیدانم سیما سمر تخلف میشه یا شکریه بارکزای شوه بلاده پسی از اونا وایچ در زمره زنای اصیل افغانستان، مگر عامه زنای افغانستان در مجموع حقی از اونا فعلا تلف است، مگر وقتی حکومت اسلامی روی کار شوه اونا بسیار خرسند خواد شدن، حقی از اونا باید تأمین شوه در خود متن اسلام برای زن بسیار حقها داده شده، سوره به نام زن نازل شده، مجاهد یا شهید اول در اسلام زن بوده، دوشا دوش پیغمبر جهاد کرده زنها، بسیار یعنی قوی حاکمی یک حکومت اسلامی زن است، برای زن بسیار تکریم شده اگر واقعا اسلام متبارز میشه. دیگه ما نمیفهم چرا در یک اجتماع سنتی دینی ما تشویش یک حق داشته باشیم، اگر امروز 4 میلیون آدم با مواد مخدر گرفتار است، خب زن از او دیگه حق از او بدبخت است بی از او. اگر زیر فقر 50% زندگی میکنه، خب زن و مرد کلگی در یک مخمسه در یک مصیبت قرار داره. خب سواز یک چند یک قشر 2% که در ستیج و تلویزیون و نمیدانم آشپزی میکنم در بازار میره مصاحبه، اونا هم میتونه با حجاب اسلامی با در یک حکومت چون اسلامی چون دیگه مالک همکار باشن، منتها یونیفرم اسلامی با مقررات اسلامی با یک لایحه اسلامی رفتار کنن. به هر حال بالای همین مسائل دوستان عزیز شاید یک توافق میان طالبان امضا شوه و او رو ما استادم کرده نمیتونیم. شما همونطور که یک ابر گفته نمیتونیم که نه یا نه بار امروز جهان امروز تا با طالب صحبت میداره، امروز جلساتی که در اونجا صورت میگیره یا خود حکومت امریکا میخواد با طالب طرف واقع باشه، حکومت افغانستان یک کف سر دریاست میایم میکفه میره کدام چیزی برای امریکا. حتی همی انتخابات هم که تال میته به اشاره امریکا صورت گرفته، نتایج انتخابات هم تو که داغ بود و کلگی غال مغالو که یک رای مرا کس ولا غرز بگیره میکشم میدارم، همی دکتر عبدالله هم تو دم به خود زیران خود کد گم شد تو بگیل، یا اشرف غنی دیگه چیغ نمیزنه. ایستا شما همی خود اوضاع افغانستان برتان بیان میداره، در حالی که باید نتایج انتخابات معلوم میشد که کی رئیس جمهور است، حالیج معلوم نیست کی رئیس جمهور است. برادر در افغانستان شما هیچ حکومت ندارین، حکومت حقوقی و قانونی، همو حساب مولا نصرالدین که بدنگان که حساب برابر آمده روان هستن، همو تو که شورا 2 سال بس شکل سرپرست به پیش میرفت، بالاخره با یک انتخابات قلابی و دروغین نماینده مردم نیستن، حکومت نماینده مردم افغانستان نیست، این قاضی هایی که در محکمه نشستن یا در حقیقت حیثیت حقوقی ندارن. امیاله در افغانستان یک حکومت شما ندارین بعد در واقعیت. به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ می خبر اول. البته CNN و صدا دفنس امریکا یا وزارت دفاع امریکا اعلان داشته چگونگی از او را و همچنان بالای کنفرانس یا نشستی سران ناتو یا وزاره دفاع در بروکسل چگونگی از او در خبر آمده و یک نشست در کابل صورت گرفته، یاد بود از فوت یک سال سبقت الله مجددی. با خدای نمی آیی چه سبقت الله مجددی را خیلی یک مولی هم ولی اگر می کدن از او استفاده می کدن، یک آدم ریسفید چی میگه از عقل بیگانه هر طرف یکی کش می کد، از او استفاده ها صورت می گرفت، رفت پس کار خود و صرف ایره به حیث یک بهانه که در اونجا اجندای کاری خدا و گفتشونی در خدا بیان بداره، یک شهید پیدا میکنه که امروز روز همو شهید است و تجلیل، باز همو افکار پوچ و رزیلانه خدا که در اونجا قانونی هم استاده بود چتیات میگفت و یک خادیست بنام اتمر اونجا استاده بود و صحبت میداشت، چیزایی رو ما دیدیم. به خدا اگه حکومت اسلامی بیا که همیه مغزا از این بیشرف ها را بکشه و واقعا جانیان هستن، جنایت ملی را
خیانت ملی را اینا مرتکب شده. به هر حال یعنی ملت راستی دلشان کوزه وره پر از علیه رزیلا. به هر حال توجه دارین به خبر اول. تلویزیون CNN از زبان دو مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا گزارش می‌دهد که امریکا به دنبال امضای توافقنامه صلح با طالبان در درازای یک هفته است. رئیس اجراییه اینجا در همایش گرامی داشت از سالروز درگذشت صبغت الله مجددی میگوید که امیدوار است پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان را به یک آتش بس و صلح واقعی برسانند. با امی که موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش خشونت صورت بگیره و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغانها باشه و ایجاد یک وضعیتی که افغانها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنن. اما ایجاد یک اجماع ملی در روند صلح یکی از خواستهای بنیادین سیاستگران کشور است. تیم مذاکره طالبان به خاطر دستور کار به شورای کویته مراجعه کنند. تیم بین الافغانی جمهوری اسلامی به کجا مراجعه کنند؟ ما به شورای مصالحه ملی که با تعهد کامل به خاطر حفظ نظام جمهوری اسلامی کار بکنند نیاز داریم. هم سیاسیون بیرون نظام و هم سیاسیون داخل نظام ما به یک اجماع سیاسی دست پیدا کنیم در مذاکرات سال چتر جمهوری اسلامی افغانستان در یک صفحه واحد با طرح روشن با موضع‌گیری واحد در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنیم. حکومت افغانستان هم برای ایجاد یک اجماع سیاسی در روند سال در تلاش برگزاری یک لوی جرگه است. برای تجدید اجماع ملی ما یک جرگه را برگزار خواهیم کرد که حضور اکثریت مردم افغانستان، نمایندگان مردم افغانستان در اون جرگه یک بار دیگر نقشه راه صلح دولت افغانستان و مردم افغانستان را تایید بکنند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا توافق مشروط صلح با طالبان را تایید کرده است. ولی دوستان عزیز خبر جالب است، مسائل در حال آبستن است و خدا کنه که به خیر مردم افغانستان بیانجامد. خدا خدا داریم آن لطف کنه که جنگ خانم انسوز مصیبت بار از افغانستان برچیده شود، زخمه ها التیام بیابه. بس است برای افغانستان 40 سال تمام واکن خونریزی، بدبختی های روانی و بدنی و جسمی بالای مردم افغانستان، جفاهایی که صورت میگیره. خداوند اینا رو به غضب خود امید، وطن فروش ها رو واقعا به جزای اعمالشان برسانه. ملت از شر از این رزیلای وطن فروش های داخلی که در رکاب دیگاه میدون با عشق یتیم، آه و درد زن افغان بازی های صورت میگیره تحت عنوان دموکراسی و صدای آزاد. امروز یک خبر بود که حکومت مطبوعات افغانستان نمیگذارد دسترسی داشته باشه به اخباری که پخش کنه از حکومت، پرشان همکاری صورت نمیگیره. مگر شما خو آزادی بیانه در افغانستان اعلان کردین و دستاورد میگین؟ دستاورد از اونا مطبوعات است که مطبوعات دستی همی سران احزاب و گروپ های مخرب افتاده، یا یک رسانه رسانی حکومتی است؟ یه تو رسانه های مستقل در افغانستان مثل این پیام افغان بیا مرا ایلا بتا در افغانستان که ما بتانم که واقعا هم صدای مردم افغانستان رو بلند کنم، باز میگم که صدای آزاد. اینا هر کدامشان تعهد کرده منفیت های مادی داره از بیرون از داخل، و یا مربوطه فرزن دوستم که عطای نور که محقق که دگه همین مجموعی 100 تا تلویزیون که بهترین منبع خبر از سمی و بسری به دست همین چند تا چارتگاه و رزیلا افتاده، منابع بیطرف که از حق مردم افغانستان واقعا دفاع کنم آزادانه باشه و تو را ما خود ندیدیم. و هم دستاورد و دستاورد نیست و واقعا ضد منافع ملی افغانستان مطبوعات عمل میداره و زهر پاشی میکنه
و مردم اخفال میداره، دروغ به خوردشان میده. به هر حال خبر بعدی دوستان عزیز، خبر نشست وزرای دفاع اعضای ناتو در بروکسل هست و چگونگی که بالای صلح و امضای توافقنامه میان طالب و امریکا صحبت میشه توجه دارید. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و وزیران دفاع ده کشور همکار این پیمان همراه با وزیر دفاع ملی افغانستان اوضاع امنیتی این کشور را بررسی کردند. دبیر کل ناتو میگوید که واشنگتن از نزدیک جزئیات گفتگوهایش را با طالبان با هم پیمانان ناتو در میان گذاشته است. امیدوار هستم که ما اکنون به شرایط نزدیک هستیم که بتوانیم گفتگوها میان افغانان را آغاز کنیم. فکر میکنم که بهترین راه برای ناتو ادامه کمک در این باره و پشتیبانی به افغانان است. بنابراین طالبان میدانند که آنان در میدان نبرد پیروز نخواهند شد. آنان باید یک اراده راستی نشان را برای کاهش خشونت ها نشان دهند. این مقام ناتو به این باور است که در گفتگوها میان افغانان روشن خواهد شد که ناتو چه نقشه در یک افغانستان پس از توافق صلح خواهد داشت. نقش آینده ناتو در افغانستان به گفتگوهای میان افغانان و نتایج برخواسته از توافق صلح وابسته خواهد بود. در این گفتگوها تصمیم گرفته خواهد شد که ناتو چه نقش میتواند در آینده در افغانستان بازی کند. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید که صلح زمان در افغانستان پایدار خواهد بود که دستاوردهای 19 سال گذشته در آن رعایت شوند. فکر میکنم که یک صلح و یک توافق صلح پایدار تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر بنیاد دستاوردهای 19 سال گذشته مانند حکومت مردم سالار، حرمت و رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان به دست آید. این دیپلمات ناتو به این باور است که چگونگی ادغام در حدود 60 تا 80 هزار جنگجوی طالب به جامعه به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان نیز در گفتگوهای میان افغانان مطرح خواهد شد. و جنگ رای به حل نیست و طالب در میدان جنگ برده نمیتونه. در میدان جنگ هم برده، در میدان سیاست هم برده. اگر این میدان گرم جنگ نمی بود، رزیستنس و مقاومت و خیزش های زینا نمی بود، شما ابدا به امرای زینا نمی نشستید. ولی نام طالب هم کس می گیره. و این را باید واقعیت ها را درک کنین. در میدان جنگ هم یعنی زده از یا بر از یا درد سر است، در دماغ از این فیل در آمدن چپیش کردن. و در میدان سیاست هم همین ترامپ با همین شن و فرد از اونا خواهش کرد که بیاین و در کمپ دیوید نیامدن، گفت دستت خلاص ما بیاین همینجا موافقت نامه رو امضا کنین، باز ما باعث یک قوای فاتح میایم در امریکا بالا سر می نشینیم. اما پلانای شومی از او آدم که از او بهره برداری کنه او رو به کلی خونسا سخت برشون. کردیتش به شما افغانا میره. طالب افغان دارین، ملای افغان دارین، سکیلر افغان دارین، اچکاری افغان دارین، سیبین افغان دارین. مگر روی کسی که برای شما کردیت که مایی میکنه در عرصه جهانی او را کردیت خود بدانین. برتان خوب است. ما خواستگار نیستیم، نه مبارزه میتانیم، نه حقگویی کرده میتانیم. یه چیز بوتای برینجی واری سایل کوی طرف طرف دانیم آواز که پاکستان چی میکنه و که هر بدی را که ما افغانا میکنیم بالا یک کس دیگر تهمت میسازیم. ما چیه؟ آیا این کشور کهن احمد شاه و سلطان محمود و دیگر دیگر شما نبودین؟ یا همی جنگای چند بار علیه انگلیس تارمار نکردین؟ با هندوستان نیمقاره هندوستان حکومتهایتان پهن نساختین؟ ارتش سرخ با همو عظمتش یک ابرقدرت به زانو در نیاوردین؟ آله همه که علاوه پاکستانی تو شده که ایرانی تر کده که اولا کردیت خود میگیرین به پاکستان میدین. به خدا پاکستان اما همو جنرالایشان رو بیارین در برابر ناتو مقاومت کرده نمیتونه، همه تو بیغیرت هستن همونا. در برابر هندوستان در وقت اندرا گاندی ما بیاد دارم در سنوف 7 و 8 خود بودم، ما بیاد دارم دستای خود کلی همی جنرالای رزیل پاکستان با هندوستان بلند کرد. در برابر ناتو جنگ کده میتونه. همین طالب همه تو خمچه و که پوز بسته و پاچه های برزدگی برید وطن خود سینه خود فراخ میداره،
سنگر می به سنگر استاد است، خود قربان می سازد و جوان هم است، نه برادر کلسترول داره و آدم، نه تکلیف قلبی داره و نه سرطان داره و نه پلانای بسیار طویل المدت مثل ما داریم که چوچه و اولاد و بچه ما در کدام یونیورسیتی درس بخوانه و باز لذت ببره، یا خانه های بسیار مفشن در امریکا و در دبی بخواید، یا در درون افغانستان یک بلاک شهرک ما از ما باشه، می جنگم تو بلای وز در برابر امی رزیلا، نلغا نلغا هر کدامش در سنین 20-25 خودم قرار دار. ای تو یک پیخی اگه آدم در کراچی هم نمیره که پرتا خود بپره. مقاومت است، ولی مقاومت نمی بوده اگر امی وزرای دفاع ناتو که ابر قدرت جهان هستن دیگر بلرزه در میارن، امی امروز خودشان جمع شدن رای گریز خودم میخواید بپاره. ای که در تقدیر افغانستان چی نوشته شده، مگر از امون چی میگه شر حاضر هم میبینن، ما آنچه میبینم قضاوت میکنم، اینکه فردا چی میشه، طالب چی میکنه، او را به ما غرض نیست، آله را که چیزی که میکنه امیر نمره بتینی که باز داینده چی میکنه و نمیکنه، او را همه چیزا در جهان هیاهوی و توتیا و شیطنت به شکل نسبی باید قضاوت شد. توجه بدارین به خبر بعدی، یک نشست در کابل صورت گرفته که یک سال وفات صبغت الله خان مجددی را تجلیل می دارد. توجه بدارید. رئیس جمهور غنی پس از گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه امریکا گفت که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای کاهش خشونت ها پذیرفتنی است، اما تا هنوز هیچ یک از مقام های حکومتی درباره طرح کاهش خشونت ها جزئیات ندارند. او کاهش قابل ملاحظه خشونت که منجر به آتش بس میشه، رئیس جمهور از او ابراز خرسندی کرده، ولی ما امیدوار هستیم وقتی که مذاکرات جانب ما با طالبان شروع میشه قبل از او آتش بس شوه. روشن نبودن طرح کاهش خشونت ها کار را به نظامیان که در میدان های جنگ در نبرد به سر میبرند دشوارتر خواهد ساخت. این سلاح های کشنده از یک ماین گرفته که گذاشته میشه تا بمبارد هوایی، اینا زمانی که ما میگم خشونت باید کاهش پیدا بکنه، کدام بخش ازی؟ بدون ازی بگویم که یک چال سیاسی است به خاطر ازی که طالبان را به طرف مذاکرات و به طرف آتش بس بیاره، دیگه کدام مفهوم نداره. منابع آگاه از گفتگوهای صلح در قطر میگویند که کاهش خشونت ها در واقع یک آتش بس اعلام نشده است. در توافق نامه لاسلی مخکې و دواړه لوري اعلان کړي او یو اونۍ وروسته چې دا په اسانه توګه تطبیق شي بیا به توافق نامه لاسلی کیږي او دا د تاوتریخوالي کمښت به تمدیدیږي او تر بین الافغاني مذاکراتو پورې به دوام کړي. دمیان آمدن یک اجماع برای ایجاد یک طرح درباره کاهش خشونت ها یکی دیگر از پیشنهادهای نظامیان پیشین کشور است. یک طرح به خاطر کاهش خشونت یا ایجاد کنن مشترکن و این مشترکن واضح شوه به ملت که کاهش خشونت یعنی چی. پیش از این مقام های بلندپایه کشور گفتند که کاهش خشونت ها به این معناست که طالبان بر شهرها حمله نمی کنند، حمله های انتحاری را متوقف می سازند و نیز شاهراها را نمی بندند. بله دوستان عزیز، البته نشست یک چیزی بود، مگر این خبر هم دنباله اخبار نشست ها در بروکسل و همچنان آوازه ها که در هفته آینده یا در درازای همین هفته توافق میان طالب و ایالات متحده امریکا نهایی میشه و توافق صورت خواهد گرفت و ای که خشونت کم بسازه طالب، من نمیفهم جهاد، اونا میگن ما جهاد میکنیم، اینا میگن اینا خشونت میکنن. اصلا خشونت خود در طول چند سال توسط ایالات متحده امریکا و ناتو صورت گرفته، وطن در بدر کردن و نتیجه شما همین که مردم فقیر هستن، بدبخت هستن، با مواد مخدر و یک حکومت نامعلوم، یک حکومت هم موجود نیست،
ملت باید بخیز از یخنی از اینا بگیره که بدبخت ها در طول 20 سال وطن ما را مشغال کردین، ما را بدبخت ساختین و جیبای یک چند تا رزیل و لوچک آدم کشه که ما را کشته بودن در سابق، باعث جنگای داخلی شد، اونا را پر کردین، این دست را آورده تانست. و ملت بیچاره صدا نداره، کسی نیست که صدای از اونا را بلند کنه و یک حکومت خودمختار هم موجود نیست که از یخنش بگیرین. شما چی میگه لطه گالا زاغ میخوره و لطه بوده؟ نه، زاغ امریکا و ناتوس و ما باید اشرف غنی چی کار است؟ زورم به خر نمیرسه، یا خب پالان خر هستن یا ریچ ما نگوین یا اختیار ندارن. یک چیزای هم تو گوساله از کاپور همین طرف طرف راه میرن، هیچ اینا رو شما بعضی ها رو ما تعجب میکنیم که چرا با امرای حکومت افغانستان اینا نمینیشین. کدام حکومت برای ما تشریح کنین حکومت کی رو میگین؟ و باز خصوصا که دموکراسی وارد شده در اینجا غرامات جنگ معلوم نیست، این بدبختی هایی را که خشونت را که امریکا و ناتو کرده در طول 19 سال و افغانستان بدبخت ساخته کسی نیست. اینا صرف میخوان که طالب خشونت، ولی ما را به طالب چی غرض؟ ولی به همین 99.99% مردم افغانستان شما بدبخت ساختین، طالب خود نماینده از اونا نیست؟ و خود مردم هستن که جنگ میکنه، وطن خدا میخواه از دهن شما نجات بده، مسئولیت خود شما دارین. شما اگر طالب خشونت میکنه مسئولیتش به دوش شماست، با بهترین اسلحه، با پیشرفته ترین، در سال 10 بیلیون دلار در بروکسل و دیگه جایا شما رزیلا برای از اینا بودجه روان کردین که از ملت دفاع کنن. کجا دفاع کردن؟ خود ناکام شدن، هم اونا ناکام هم شما. در برابر ترور اگر قرار بود که در افغانستان مجاهد تروریست میگین، شما ناکام هستین، همی علی نیمی افغانستان شما طالب گرفته. پاکستان خب پاکستان شما را زده، در افغانستان دوانده، مثل که شورای نظار میگه 50 طالب بود دیگه، از دست 50 گریختن، حال شما هم فرار میکنین. خیلی پاکستان ابر قدرت کل جهان باید پاکستان باشه که در برابر شما طالب هم مست ساخته، همه تو که مجاهد هم میفرستاد. این بهانه های یا توجیهاتی که واقعا به افکار مردم، به انتلیجنس و واقعا منطق مردم بازی ها صورت میگیره و خشونت کم کنه. شما هم خشونت کم کنین، شما هم همین تیارات غولپیکر B-52 دیگه و دیگه تان که 20 سال پیش فرستادین و بمبارد کده میره تا این دم افغانستان با خون شانده، شما هم خشونت کم بسازین، شما هم گم شوین افغانستان ایلا بتین، بگذارین که افغان سرنوشت خدا خدا کنه که افغان هر چیزی میکنه، سینیه که دیگه خدا میکاوه و شگاف میکنه، از شما بدبختا کده بهتر خواد بود یک رای خدا پیدا میکن. به هر حال دوستان عزیز لطفا تلفن بزنید. بله سلام علیکم سه. سلام کتاب سه محترم. خوب هستین سه؟ خیر و خیر. شکر که جور سه سلام میبینم. کتاب سه محترم، خودت آزادی بیان است، خودت که بسیار لطف میکنی در راجع به طالبا سخنرانی میکنی، فرق نمیکنه ما کسی با مانی نمیکنه. راجع به طالبا ما سخنرانی نمیکنم، ترامپ میکنه، راجع به طالبا خلیلزاد میکنه، راجع به طالبا امیال در بروکسل در پالوی در آلمان قندم در بروکسل بیادر تقریبا 50-60 نفر وزرای دفاع کل دنیا نشستن گپ میزنن، در پاکستان صحبت میکنن. ما حالا ما او را تلو گپ میزنن صدا، حالا ما اگر بگویم که او را ما برات بیان بدارم میگی تو در باره طالبا گپ بزن، گپ بزن غلط فهمی نکن. خطاب سه ما میگم که امی طالب خو امکانات اقتصادی هم داره، بیایه یک پروگرام بیایه آله ما بلایم در پس طالب بیچم، طالب ما نمیخوایم در تلویزیون که بیایه و گپ بزنه. پشت از اون اگر که اینجا کس آمد نامد، اینجا امی داری چه باز است، لنگر چالان است، بیادرت از ام کورتی خود پیسه خودم میکشه مصرف میکنه که خودت گپ بزنی. بفرمایید، من نمیخوام امی طالب هیچ من کار ندارم که بیاد.
گم اشکالم هم طالب خطاب سه ما میگم که آل پیش ما هم آقای ملا حیبت الله همی آدم کی است بیای بگوی پروگرام زندگی پروگرام حکومت داری خوده برای ما بگوی کمی آدم چه کاره است از کجا چی میخوای او را در یوتیوب درای بزن بگوی حیبت الله میگه کلید که چند ساله است چی کاره است از کجا آمده چی میکنم این خبر نداشت خود... دهیسه افغانستان افغانستان که یا سالگری مجددی و چی و چی رو میگرن این مردم ها خیلی مردم هستن که پاپاقای خود چپده چرک و چتل خود ششتن چه ما کم جنجال داریم در افغانستان که سالگری عالمی ماهای مجددی چی چه شمشه داره که از این سالگری هزیره سالگریش رو بکنن در فامیلشان علایده بگیرن یا از همش و مسود و بدبلا هر کدام هزی ها باشه هم یایی که خدا خطاب صاحب خدا مجاهد میگرن شما امی هم سوال است ما خو در دروازه کسی نرفتیم که او برادر آقای حکمتیار یا سیاف یا کیو کی بیاین جهاد کنین روش رو بکشین یا امریکا رو بکشین شما خود اقدام کردی از ننگ و ناموس خود دفاع کردی امکان داره که از خاطر خدا کرا باشه از خاطر وطن دیگه مست از ما میخوای شما حال ما رو از گلون ما گرفتی صد سال میخوای این نواسه و کواسه شما سر ما حکومت کنه سر مظلوم مظلوم بیچاره برین گم شوید اگر به نام خدا اگر شما جهاد کردین خب برین گم شوید اگر نه که به نام چوکی و مقام و منصب که اولادایتون حال میه جنرال منرال میشه دیگه مردم افغانستان بخیده از یارا از گلول اینجا بگیری بانی که طالب بیای جزای از یارا بده بانی که اگر کسی که در افغانستان میخواه خدمت کنه که دریچی و نکتایی خود نمیه مثل عبدالله جان که پودر سرخی و سفیده زده بری مثل فیدل کاسترو بری لباس بپوشی بوت و موزه بپوشی بی خدمت کنی مملکت خدمت است مملکت فیشن نیست فیشن شوی تانه بری در نیویورک و پاریس و لندن بکنی همینه میخواستم بگویم نه غلط فاهمی نیست قندیم یک دفعه میان یه بیادرت از بغل یه خند میگیری یک درد دارم و مرا به مطالب چی خو افغانستان من نمیرم در افغانستان نه حکومت میکنم نه حکومت داری افغانستان شده میتونم نه استعداد از زور دارم نه طالب شده میتونم ریش ببر مانده میتونم برتان یعنی می بروتکای ما که هست یعنی می بیادر در طول از روز که جوان شده من می هست یونفورم اگر مرا خلقی بگویم من بروتایم به خلقی ها میمانم به طالب هیچ من تشابه قوارم ندارم مگر از لحاظ اسلامی برادرای ما هستند اما تو که هم افغانای ما برادرای و خوارای ما هستند ما برادر هستیم و قید ما مشترک است اگر بگویم افغان بله افغان هستیم با هم مشترک از یک ملت افغان هستیم خواسته های ما مشترک است استقلال هر کس که بخواه ما امور دوست دارم یک شخص مستقل آدم خوب است برادر ما هیچ خوش ندارم دوست ندارم من به غلامی دیگه از دنیا باید رخت ببنده آدم دوز مرا بدم رو خدا کنه که شما آغوش بکشین و خانیتان ببرین میمان کنین پیسه را برتان دادامانتان پرتان مرا بدم میه خائن بدم میه کسی که می دوزده بدم میه کسی که دروغ میگه بدم میه او دیگه عقیده شخصی من یکی طالب بیای با همی مشترکات با ما نوش جانش طالب باید ما شوم ما طالب نمیشم ما یک شخص مستقل است مگر همیالی کل دنیا سر طالب گپ میزنه و تلویزیون پیام افغانم چون موضوع داغ روز است سرنوشته افغانستان تعیین میشه ایره جانب داریم شما تلقی نکنین بیاین منطقی تانه پرتین در میدان ایساساتی و چیغ زدانه خوب بدرد نه بازم میزنین بزنین چیغی تانه خاک سر خود باد میکنین بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب بله بفرمایید خطاب صاحب میخواستم در مورد چند چیز بست کنم اول اوی که همین کسایی که در کابل میگن دستاورد داره دستاورد های از یا چیزی هست که ما باید یا بیان کنم در 18 19 20 سال دستاورد های از یا وطن فروشی دوسته وطن خود مادر خود به 49 کشور جهان پیش کردن دیگه دستاورد های از یا مواد مخدر چور چپاول غصب مال مردم و دیگر همین کسایی که در کابل هستن همشان وطن فروش هستن و جنایتکار و اینمی دستاوردهای جو بود که 49 کشور جهان در سر مادر خود در خاک خود آوردن و دیگه ای که خود همیز مذاکرات صلح و امریکا با طالب ها هست خطاب شد امریکا آخرین تصمیم های خود که
فکر میکنم پی گرفتن که دیگر راهی ندارن، به خاطر که در 20 سال در افغانستان بودن با غلامایشون چیز کرده نتونستن و فعلا امید تصمیم به این جای شاید رسیده باشه که دیگر در بهترین فرصت انشاءالله یا این موافقه را با طالبا امضا میکنن و همچنان امی غلامایشون که هست یا را هم از کابل شاید بیرون کنند در توسط دولت هند به هند یا را انتقال میتن و دیگه ای که خود از زمین که دمی روز که امی بوش در افغانستان حمله کرد با امی غلامایش کرزه و شورای نظار دیگر و دیگر ها که در امو آلمان یا رفتن و در اونجا جلسه کردن و امو سر دولت طالبا تعرضات شروع کردن و امروز مسخدامند الله سبحانه و تعالی شکر میکنم که امو روز امروز روز تاریک بود و امروز روز روشنی است که در آخر تبریکی را برای طالبان میگویم و برای طالبان که شهدایشون که شهید شدند برای آزادی افغانستان و برای ناموس مردم افغانستان در مقابل 49 کشور تجاوزگر برشان تبریک میگویم و برای کسایشون که در سنگرهای داغ نبرد هستند هم از الله سبحانه و تعالی برایشان یک کامیابی پیروزی را برای همیشه ازشان برایشان میخوایم و دیگه ای که خود امیر مذاکرات بین افغانی که میگه خطاب سگمی نه مربوط طالبان میشه و نه مربوط امریکا و نه مربوط دولت کابلی، مربوط مردم افغانستان است که مردم افغانستان چی میخواه. آیا طالبان با این جنایتکارا پیش هرگز کار مردم افغانستان نمیخواه و امیر خواست مردم افغانستان از طالبان کرام است که باید هرگز باید کسا نشینه و همیشان در فرار هستن و افغانستان زیر اداره خود بیارن و یک عدالت اسلامی رو در اونجا برقرار کنن و خداوند رحمتشان کنه و کمکشان کنه و دعای ما برشان هست و تمام طالبا میخواین که ترکات نماز شکرانگی به درگاه الله سبحانه و تعالی ادا کنن. تشکر خطاب خیلی و برای طالب هم دعا کنین، برای افغانستان، برای هر زعیم افغانستان که برای وطن خدمت کنه. ما برای طالب وقتی دعا میکنیم مانا از اینه که بیای والا رئیس جمهور شوان و که دیگر شوان، دعا میکنیم که خدمتگار شوان. برای خود دعا میکنیم که ما صادقانه خدمت کنیم برای افغانستان. برای شما دعا میکنیم که صادقانه صحبت کنیم در راستای خیر افغانستان، برای بیچاره ملتی که یک کتله که راستی دهی 40 سال پایمال شده، هم زجر و ستم و دیار همو مردم دیده. با خدا دل ما برای ما تکه تکه میشه. ما توان ما همین تلویزیون هست، یک چار قرانی که زکات ما هست دیگه، فراتر از او یک چند تا کلینیک اونجا امار کردیم یا فرزن همین چیزایی که کرده میتونیم در طول سالها دریغ نکردیم. مگر او بسیار ناچیز است، مثل که در یک دشت لامزرو یک سطل آب زیر یک درخت الابتین. مگر اینا میگن که هر نفر اگه یک سطل آب در دستش باشه و یک تبل آب برادمی بیابان، بیابان راستی زرغون میشه، آبیاری میشه، سبز میشه یا سرسبز. این قاعده چی است که چکه چکه دریا میشه، تا می بارانم چکه چکه میریزه، یک بار تو یک آب سیلاب نمیریزه از آسمان. انسان ها هم به این منوال مسئول هستند به متوان خود. مگر دیگه چیزی کردن نمیتونیم. تو یک تغییری را ما در تصمیم امریکا ورده نمیتونم که با امرای طالب نشی یا طالب گفته نمیتونم که با کی بینیشین، با کی مفاهمه کو، چی کو، نکو، او رقم است. مگر دعای عام مردم افغانستان داریم که هر یکی در زعامت قرار میگیره که خدمت کنه برای مردم، حاکمیت قانون روی کار بیایه، مشت آهنین باشه در برابر همین چند تا رزیل. واقعا چیزی که شما گفتید. بله، سلام علیکم. الو. آقای خطاب، عرض سلام دارم به شما و همه دوستای مدرد. و علیکم سلام، خوش آمدیم، بفرمایید. زنده باشید. آقای خطاب، برای ما نکات قابل سوال است، قابل تشریح است، مشترک سر صحبت و افهام و تفهیم شد، جالب و جذاب، خالی از مفیدیت نخواد باشه. در صحبت های استاد ترکی ها می تذکر یافت که تئوری خلق بحران، ای سر مفصل صحبت شد و همه جانبه همه صحبت کردن، شما صحبت کردن، خود استاد صحبت کردن، رس کردن. حال امروز در صحبت ها یک نکته ای بود که میگن که امریکا از طالب میخواه که باید ضمانت بده که با داعش وقتی که در افغانستان آمد یکی از کارهایشی باشه که با داعش در برابر داعش بجنگه، در پالی از اینکه با تروریست ها یکی نمیشه با داعش هم بجنگه، در حالی که داعش هیچ وجود نبود. یک بخش خلق بحران است. و دیگه یکی آلی به اصطلاح که میخواین
نداری. من نمی‌فهمم که طالب از آمریکایی‌ها ضمانت می‌گیره یا آمریکایی‌ها از طالب ضمانت می‌گیره. این نکته این جالب است. چند مورد دیگر هم ذکر کردم که طالب آمریکایی چیز از طالب می‌خواد، آمریکایی چیز. در حالی که ما شما فکر می‌کنیم که طالب از آمریکا می‌خواد. و نکته دیگه که قابل ذکر است که آمریکا در از گذشته و آینده خود در برابر افغانستان هیچ پاسخگو نیست. و همین چیز برای طالب میپذیرانه که ما از گذشته و آینده در افغانستان که شامل همی خلق بحرانم باشه هیچ جوابی نیست. اینم طالب نمیتونه ضمانت بکنه که با امریکا چی باید بکنه و پاسخ ملت افغانستان چی بگویه که ما با امریکایا در این مورد در مورد در جنگ سعیف بر آمدن امریکایی خوی اگر به واضح که صفحه تغییر میخونه امریکا هم امکانات خود از دست داده هیچه تاوان کده از هیچه میبراید. ولی هیچه امریکا از دیپلماسی استفاده میکنه. در هر جایی که جنگ ناکام شد باز از دیپلماسی استفاده میکنه و در امریکا در دیپلماسی دست بالا داره. آیا با طالب اگر اختصار کنم گفتای من که وقت شما رو نگیرم، آیا طالب با این گونه دیپلماسی و این گونه خلق بحران امریکا چی گونه مبارزه خواهد کرد؟ اینجا این نکته اساسی اینجا بله. آقای خطاب برای که افغانستان ما شما رو خو این با بحران میبره حالا دیگه این سیستم نو بله بله دیپلماسی خب این بحران تا یک وقتی یک پالیسی می باشد دایش میارن در شرق میانه بحران خلق کردن او را توجیه قرار می ده که تروریست هاست به او لحاظ ما به افغانستان رفتیم یا ریش آوردیم در غیر از او ما افغانستان چی غرض داریم این یک توجیه باید برای از اینا برای اما اعمال شومی از اونا اهدافی که واقعا هدف ترور و تروریسم نیست یک خلق یک آتش است که بگه که ما برای یعنی چی می خاموشی یا آتشی که در افغانستان در گرفته و دامان ما را می سوزانه نمیفهم برای اسرائیل خطر است و برای انگلستان خطر است ولی در افغانستان مردم قدر در بدبختی خود گرفتار هستن و طالب در درون افغانستان یک امارت و یک حکومت و اینا را می خواهی برقرار بسازه و که وظیفه و واجبه دینی ماست مگر در اونجا هیچ در ما اجندای از اونا نیست که ما میریم باز لندن هم می پرانیم و سب اسرائیل تکه تکه می سازیم اجندای بین المللی و عمومی و دنیایی ندارن و خودشان واضح دارم و لوایحی و قوانینی از اونا تا جایی که ما مصاحبه کردیم و شنیدیم همه طور بوده از اول تا آخر تو در ماورای سرحدات افغانستان دور از او هیچ غرض ندارن منتظر صرف اینا همی دایره که ترور است تروریسم است از افغانستان بالای ما حمله نشوه یا خود میدانن کسا تا حمله هم نکده از افغانستان هم اسامه بن لادن هم ناق در انگلیسی یک کلمه دارن به نام اسکیپ گوت از دیاگرام هم یک بوز نشانه میگیره که اونمو کل کارا رو کده کل رمه رو لط میکنن او آدم هم این کارا و اعمال از اون نبود اما آدم هم نقد چی پارچه ها تاو دادن و پیچاندن که اینمی آدم این کارا رو کرده در حالی که خود از اینا همی توتیه در درون خود امریکا چیده شد و انجام شد و او را بالای مسلمانان خصوصا اسامه بن لادن انداخت بدوان و بدوان و بالاخره در پالوی اکادمی استخبارات پاکستان که در حقیقت تنگاتنگ با هم مشترکن با تبانی یک دیگر استخبار داره پالوی از او قرار داشت هیچ کس صدای خود بلند نکرد که او بدبخت آخوی خود پاکستانی را 10 سال نگه داشته بود شما یک ملت تباه کردین به خاطر اسامه مگر پاکستان هیچ چیز هم نمیگین برای از اونا F-15 و که نمیدانم چطور و بهترین اسلحه را میفرستین در مجامع بین المللی اونا میگن که به هیچ وجه پاکستان به افغانستان قربان کرده نمیتانیم دیگر این بازی های سیاسی سمو مبتدیات سیاست است که باید افغان حد اقل تعالی خوب بدانه اگر دیگر چیز مزیما نیست خوی چیزها را خود روزمرد شب و روز و او را بگذارین که علاکه فلانی قهرمان است و افغان نیست و تاجکستان چی میگم خراسان نیست یا جغلی سیاست احساسات تفلانی یک افغان مگر امو افکار متبهر سیاست افغانستان یا افراد دانشمند وقتی از دهنی از اوم میشنم باز اونجا تعجبه این بحران میگه خب بحران بود تا یک وقتی حال تروریسم نیست اون طالب هم تعهد کرد به اون منظوری که ما رفته بودیم و انجام شد دیگه کس بالای ما تعرض نمی کنه دیگه بحران ختم شد
ولی یک رای دیگر شاید پیش بگیره، با طالب شاید کنار آمده باشن که مخفی یک چند بیس نظامی از اونا را هم نگه داره، با طالب هم شاید به حکومتش کمک کنه و باید هم کنن هم امریکا. با طالب خونه پول داره و نه تو تکنولوژی را میدانه، باید مردم جلب شود، دور شود. اگر مردم ببینه که امریکا همونجا هست با طالب ها کمک میکنه، همی چاپلوس ها و همی کسایی که مدایی میکنه برای امریکا کلشان پس میرن و روباز صفت ها و خواهد جهاد نیستن، مگر برای همی پرازیت ها واره از هر یک فرصت استفاده میکنه، پولای خود میاره سرمایه گذاری دیگه دیگه یک راه سازی کنن. و طالب خو فکر نمیکنم که با امریکا بره و شمشیر آور داره و کلی از اینا رو ببره، و امریکا رفت از زده از اونا. یا دیگه ممالک بیان که ما پروژه رو اینجا احداث میداریم، طالب بره که نه چرا شما کافر هستین، فکر نمیکنم. یعنی شاید پاکستان جمعه اینا دیگه کشورها برزی که هزارها دست است افغانستان، شاید یک راه دیگر برای منافع خود، برای اهداف خود چیده باشن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید سر. جناب خطاب صاحب بیننده پیام افغان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. قرار از توافق نامه صلح فی ما بین ایالات متحده ای امریکا و امارت اسلامی طالبان در حضور داشت تعداد از کشورهای زیردخل و از یلاقه به امضا برسد که این مائده را برای آزادی و استقلال، امنیت سرتاسری و صلح دائمی برای ملت مظلوم و مجاهد افغانستان فعال نیک گرفته و قلبا اظهار شادمانی می نمایم. ملت افغانستان در طول تاریخ معاصر در برابر همه متجاوزین شرق و غرب به شکل واحد متحد و با اتکا به پروردگار عالمیان در مقابل متجاوزین علم جهاد و مقاومت را بلند نگه داشته. با هزینه قربانی نیروهای بشری، تخریب بنیادهای اقتصادی، موفقانه آزمون بزرگ را سپری نموده و با خط زرین ثبت تاریخ نموده است. روز 26 دل، روز خروج از ساکر اتحاد شوروی سابق از سرزمین غازیان ما افغانستان، قوای اشغالگر انگلیس را در جبهات شرق و جنوب به شکست فاحش مواجه ساختند. بالاخره انگلیس ها مجبور شدند که 26/7/1298 استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند. اگر قرار باشد توافق بر سر خروج از ساکر اشغالگر امریکا در همین روزها صورت گیرد، جای بسا افتخار به مردم با شهامت افغانستان است که سه ابرقدرت جهانی را بعد از جنگ‌های طولانی و فرسایش کننده به زانو در آورده و مسیر عقب نشینی و فرار را انتخاب نمودند. یقین کامل دارم که با خروج از ساکر آمریکایی از افغانستان دیگر کدام ابرقدرت جهانی وجود ندارد که چشم طمع به این خطه مجاهد پرور داشته باشد. یقین دارم که این امتیاز بزرگ مستحق مردم افغانستان بوده که قدرت‌های بزرگ و سرکش را در جنگ‌های عقیدتی و ایمانی شکست فاحش دهد. انشاءالله که آغاز خوشبختی و سعادت مردم افغانستان را با خروج از ساکر آمریکا شاهد خواهیم بود و شب‌های تاریکی که سالیان متمادی بالای مردم افغانستان مستولی بود با پایان رسیده و نور خورشید آرامش و گرمی را به خانواده‌های ما پاداش خواهد داد و من الله توفیق. آفرین، بسیار زیاد تشکر. واقعا همونطور است، خدا کنه که پیامد نیک داشته باشه، دیگه خونریزی ها قطع شوه. مگر چون حال وضع بسیار خراب است، از خاطر یک چیزی رو ما از دستم نمیدیم برادر. این پولایی که من خود از جیب چند تا دوز دقل میره به ملت فایدهش نمیرسه. به وزارت دفاع میتن که خونریزی ها زیاد شد و اسدالله گک خالد هستی چوچه انگلیس و امریکا و اشغال مزدور ای بره و بم بریزانه و مردم به قتل برسانه. یک جنگ بی پایان علیه طالب کشتار عام مردم افغانستان است به مفاد دیگه.
و پولها هم با مردم نمیرسه، برای کشتار مردم کارتوس میشه، فیر میشه، مردم کشته میشه. یه تو یک پولی که اعمار پروژه ها شوه، مردم یک لبنان پیدا کنه، مهاجرین برگردن از پاکستان، ایران، دیگه کشورها. اوطور نیست. جنگ بی پایان، طولانی، خونپر، غم، مصیبت، اندوهی که دار. افغانستان تا نیر آقلای دلتا یا بیقل، نپیگم نومی چی ده خطاب خانه و کلی چی تا افغانستان تراسی رازین و دا پروگرام، ولی مخی تا وری خطاب خانه تی چی افغانستان تا نرازی نو دا پروگرام ولی مخی تا وری تا د انقلاب ثور نه تر راپدی خو افغانستان لیدلی دی و څنګه مې نه دی لیدلی دا خو تلویزیون کې راغې کې تللی یم تر پاکستانه پورې افغانستان ته مې ډېر خدمتونه کړي دي له کلینیک نه نیولې تر جوماته تر یتیم بل بل ته چې افغانستان کې څه بد دي کړي دي هېڅ شیطانی دي کړي همدا خبرې او دا نوشتکۍ توتي غوندې نه پوهېږم تا چی کړي تا ته هیچ معلومات نشته چې جنگ څومره تریخ ده څنګه نه ده همدا اوس زه جگرخونه یم د جنگ مشکلات تا ته تشریح کومه خدای دې وکړي چې آرامي راسي سودره و تو خو لږ زره ماغزي دې په کار واچوه چې سړی څه وایي او چی یې کړي دي هر یو له لارې تېرېږي له پیسې یې رانیسي بې عقله بلې سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني کیس راپور دغه دغه ما خبرې کې څه تکرار دي دا دې بیا وایم دا ستاسو بزرګواري ده چې هر جاته جولا هر کوم ذاتو په ذات دا دې دوه ځل پر کور خلاص کړی دی او بل یقینا دا هم دا ته وایم ختار صاحب چې د وخت دغه افتخارات اوس باندې یو پښتون یې یو عالی فکر یې یو بدیانت یې با وجدان یې شتاګر د افغانستان یو خواته سي کوم نظره د سره وکړي نشي باندې خورای او تا دا ګرد د دې برنامې چې دې په څه پکې جوړ زره کړی دی دا وایم کولی نه خالی نه او درازه کی د سپی دین جوړ کی د ماخیف زوی دی د سپی کی سبوت لا دغه د شتا ویل دي ولا د خلک بیا تای دی هغه د در منجان دی ډاکټر بری سره خلک شتا چې من نظر غوښته دی وخت او تاسو په خلی نه دی کړی بیر تر هغه د شتا بیا څه غوښته دی او دا ګرد ته ما څه باقی نه سم وام په زین کی دی د شتا کړی دی انسانانه اوري او دا د برنامه په سلی په نسبت کڅلی په ساته دا اوس خلاصې ته کین وک ولا خلک ته چانس ورسیږي او په لین کې د ولاد خلک بالا به وسله زنګ دروي شنه پیدا کیږي راځي بل دا دوم خطا څه دامه شته بده نو معلومه دا سوله شنه نیلی په سوله کې دا جهاد روسانو او پښتنو سچا اصل پښتنو سره دي او دا اوس طالبانو ګرد سچا اصل پښتنو دي ته دا زور ورخي چې کارماز محمد شاه د جماعت دي د مارشال مزما فهم جماعت دي او افتخارات ګرد د پښتنو یو لاله دي ته دا زور ورخي او بل کې دا صاحب کوم شیل نه زای محمد دین صاحب باندې راکوم او برا درک لندن تراله اتمن مراجعه د سي پسه کتاب صاحب څنګه بښنه یو منازه درو د سره مرکات دی درې واره د مادمر شي لیدلې دي مادمر خو دې په نور په پاکستاني باندې هغه سره پاکستان ته وتل دي دې او واقعا د دې سره لیدلې دي دا خو خوې به په ګردو بل دي په تاسو وایم اسپندیاره د ولي زوې ته مرا څه چې درې ورسولې ته ورسولې بوتول ورسه د سره خبري وکړه او ابل ابل څه وزیر څه وزیر داخلا دا ګرد بیا به کوي سره دا څه چا اصل په شورا باندې دې ته دا زور وکړي چې دا ولي څه تمینه دي دا ګرد خبري باید راشي امام الدین صاحب پر تاسو کوم کراله اتمن د خطاب صاحب سره مرکه وکړه دا درې واره ملاقات سره کړی دي نو دې خدمت کړی دي یعنی تاسو په تاسو بیا و دي جوړ کړی دي بل کور دی ونه بیا دره کور زړه فقط ستاد برنامه زنده باد دل را کړه په یم مو نه دلولای مو په تو تر چا کی وای چې په دا خبر تاسو کور ودان دي چې مو دا دې په درونه کې چولي او مته تاسو تا کوم دی لیکن نو که په لین خلک په نو په تو رسې او دا دې چې دې ته زور ورکړي دې په دې په دې کړه پلانونه په سپر کې زار په او دا څه په تر اساس را تا په سپر کې ورزاس کړل دا څه سپېو چې نه کار خاين قدر وتر او دا اولین چې ورنا سي کړی دا واګه څوري من پرې چیریتي څونه دغه د شګرد مناسک دي ګرد شي تر افزه اتمر وګوره کسب پر افغانستان او پاکستان دی اورز راو پاکستان هم راستنه ده خو کاټو مو باندې ستاندې اب سر سر دا په شهرو کې افغانستان دی دا ملي خانان دي ته دا زور کوي چې خطاب څه ولې پښتون څه چاته باندې ډیر مننه قایسب تا جرسم ډیر مهربان ډیر کلونه دي چې تم چوپړ کې ومنډې وې یو اخبار قاضي صاحب درلوده ما ته به را لیګال ته تلویزیون نو رادیو وکړ کله به مسافی صاحب سره خدای دی وبخي رحمت جنرال صاحب رحمت الله صاحب سره
جناب مرحوم عزیز نعیم سره مرکی کولې عمل ته پلان دن کې له دوه سره عمل تم د خپل د واقعیتونو په یو ورقه کې به یو اخبار هغه فشورده به غون په کې واچول ځینې عکسونه به چاپ کړو ډیر به جالب و حیران پاتم دغه سړی څوک ده بیا تر څو چې معرفي شو هغه سو صادق الوعد قاضي صاحب دا نوم یې هم صادق و وعده و هغه بیا مې چې ولیده ډېر داسې د خوند سړی ده یعنې یو کار دې پې کېږي هغه له انرژي نه ډک پک یو انسان بیا سخي و سخاوتمند هم ده همدلته تلویزیون ته په اوله کې همدې پیسې راولېږلې هم ده هر کال یو یو موټی پیسې د تلویزیون په د جاغور کې ورخالي کړي اوس هم تلیفون چې را کوي همداسې په زغرده غږي ځینې وایي والا که پای زننده مې زنه او څنګه زړه یې ډک ده یو سړی چې صادق وي همداسې زغر په زغرده غږي یو سړی چې خوله کېږي بیا ستوني کېږي بیا معده کېږي تر لکۍ پورې کوم شل خبرې د په هغې کې یا نه پرېږدی څه وایي به هر حال دوستان عزیز میریم لاینای ما همش مشغوله هست لطفا تشریف داشته باشید تا نوبت شما مراد شود سراغ اعلانات و برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود پروگرام ما داغ است و خصوصا اینه که آمد بهار است یعنی موسم متاسفانه بهار برای دیگه گل و بلبل میاره برای ما جنگ میاره برای دیگه نسیم بهاری یک نوید دیگه داره برای افغانستان میگه والا وقتی برفا آب میشه و یخ بندان به حساب آب میشه و میریزه راه ها باز میشه و راه ها معنی از اینکه جنگ بیشتر میشه و خونریزی ها را داره خدا کنه قبل از بهار آمد بهار و تشدید جنگ ها یک توافق امضا شوه و دیگه جنگ ختم شوه دیگه همو افراد و اشخاصی که تصور میره که در این جنگ ها جان میبازه که اونا تلف نشوه به هر حال دوستان عزیز برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله جدیدترین قلم الکترونیک جهت تلاوت و ترجمه قرآن عظیم الشأن تلاوت قرآن شریف با صدای اساتیدی چون الافاسی، السدیس، العجمی، القامدی، المنشاوی، زکی داغستانی، محمد ایوب و شیخ المنشاوی به همراه اطفال ترجمه 30 پاره قرآن شریف به 18 زبان از جمله انگلیسی، دری، پشتو، فارسی، روسی، آلمانی، اردو، فرانسوی، ترکی، ازبکی و کردی برای شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشأن با صدای قاری مورد علاقه خود کافی است قلم را روی نام قاری مورد علاقه خود بگذارید و پس از آن آیه یا سوره مورد نظر را انتخاب کنید به آیه مورد نظر با تلاوت قاری منتخب خود گوش بدهید و ترجمه آن را به هر زبان که می‌خواهید بشنوید قلم جدید الکترونیک با قابلیت تلاوت و ترجمه قرآن شریف و توانایی ضبط صدا توجه داشته باشید این قلم تنها نوع قلم الکترونیک خواندن قرآن عظیم الشأن است که می تواند صدای شما را نیز ضبط کند تلفن سفارش 818-884-7018 حفظ خاطر از تصویر لحظه های گریز پای زندگی در لحظه آفرینی های محافل خوشی محافل رسمی کنفرانس ها و ایتان های پر امنیتتان از فضای صمیمی سالن مجلل کابل واقع سلطان شهر لندن با تجربه ده ساله آن بهره برید و ضمناً کابل رستوران از لحظات شیرینتان در اوج تجارب تهیه غذاهای افغانی و ایرانی و هندی در خدمت شماست شب شب ها موزیک زنده را با ما فراموش نکنید جهت معلومات مزید به شماره 0208-571-6878 با ما تماس بگیرید لیفر سرویس غذای شعیب رسولی انواع و اقسام غذای متنوع افغانی را با قیمت‌های کاملا مناسب برای محافل خرد و بزرگ شما با اسرع وقت در تمام ایالات آلمان سرویس می‌دارد. قیمت غذا برای یک فرد از 4.90 یورو
فرمایشات اضافی شما نیز پذیرفته می شود. همچنان شیریخ مزاری افغانی از 5 عدد بالا سرمیز می شود. لطفاً برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 2049-176-2279-36-88 در تماس شوید. شرکت تجارتی بارک در بیلشتراسه 137 شهر هامبورگ، جهت سهولت هموطنان عزیز، دو قلم عمده جاروب برقی بارک با قدرت خیلی قوی را با اسمارت باکس شما می توانید تمام کانال های افغانی، ایندی و ورزشی را مشاهده کنید با قیمت های کاملا مناسب در دسترس شما گذاشته است. برنج درجه یک دانه بلند بارک با کیفیت اعلی را می توانید از شرکت بارک به دست دارید. همچنان در فروشگاه تجارتی بارک شما بهترین و متنوعترین اشیای الکترونیکی را با مارک های مختلف از سراسر جهان به طور پرچون و عمده دریافت می توانید. شرکت تجارتی بارک بیلشتراسه 137 شهر هامبورگ به مدیریت آقای نصیر بارکزی. بله دوستان عزیز، باز هم عرض سلام و احترام خدمت همه از شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بخش سخنی اوریان خدمت شما قرار داریم و بالای آنچه در افغانستان در کشور عزیز میگذره، البته با اتکای اخبار رسانه های جهانی و خصوصا در اون مرزی افغانستان، رسانه های معتبر آنچه اونا جمع می دارن از وقوع حوادث افغانستان و تحلیل و تفسیر می داریم. و طوری که می دانین مسئله اینترنت و فیسبوک و یوتیوب و نشرات آنلاین فوق العاده زیاد شده. اگر انقلاب در مطبوعات آمده و در رسانه ها، انسان با انسان از لحاظ معلومات و تعطی نظر بسیار نزدیک شده، یعنی بی سابقه هست. وسعت اکتشاف و تکنولوژی ها در این راستا واقعا متو بوده. بنان او را شاید مساوی همه ما بدانیم که در افغانستان چی مگذره. رسانه ها برسانه 24 ساعته. خب در قبال همی اخبار و رویدادهای روزمره با افکار هر یکی متفاوت است، تحلیل و تفسیر و برداشت افکار عام چیزی است. او را باز نه یک حادثه میتونه تغییر بده و نه دکته شده میتونه، خصوصا مطبوعات مستقل و افاقی که زیر سانسورشپ یا سنسورشپ کدام کسی یا حکومت قرار نداره یا کدام سود مادی از کدام کسی توقع نداره که به عصای دیگر را بره. باز او خوب است برای دفاع از حق مردم و راستگویی و حقیقت و افاقیت. اما نشرات باز کاری می افته، باز خصوصا که لاین باز داره و شلوغ هم است. گفته بعضی همیال همه لاین های ما مشغول است و در فیسبوک هم تعدادی کثیری همیال
تلویزیون پیام افغان تماشا می داره و این مایه خرسندی است که رسانه هم سراسری است و هم دلخواه است و هم آزاد است. اگر ما برای افغانستان آزادی می خواهیم، در درون خود یک رسانه هم آزادی باید مراعات شود، استقلال و دموکراسی و چی میگه احترام به باورهای مردم. بله، سلام علیکم. الو، سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام صاحب، خوش آمدین. لطف کردین، شما صد سلامت باشین. جناب محترم آقای خطاب، امریکا بعد از شکست اتحاد شوروی در افغانستان برنده جنگ سرد در جهان شد و این کشور به خاطر منافع خود در شرق میانه و آسیای میانه طرح‌های از قبل طراحی شده را داره که شرق میانه را ما و شما شاهد کشورهای بهار عرب بودیم، تا حال هم شاهد هستیم در سوریه و همچنان در خود عراق. بناهن افغانستان هم به خاطر یکی اینا بتانن به مو سیاست جنوب شرق آسیا نزدیک شوند، اینا طراحی اینمی دولت دست نشانده و مزدورای دیگه را بر ضد دولت یا گویا در خفا در حالی که با دولت از یک آخر اینا نشخار میکنن، اینا یک جا شدن زیر نام مذاکرات، طویل ساختن مذاکرات، موضوعات انتخابات همیش در فلیب و گویا فکر و ذهنیت مردم و جهان به طرف خود معطوف ساختن است و یک جورگو گروه را قوی ساختن است. استقلال دیروز با استقلال امروز بسیار متفاوت است. امروز جنگ استخباراتی است، دریج انتحاری به طرف مردم است، مردم بیگناه را انتحار میکنند، سرک از بین میبرند، شفاخانه ما را از بین بردند، واکسین های اطفال مانع شدند که اینا در آینده جبیریش کس کرده نمیتونه. امور رقمی که 3 میلیون ما و شما به نام معتاد داریم، 3 میلیون در آینده به کسانی منشیم که معیوب هستن از عدم واکسین. اینا همه ویرانی خانه ها به خاطر از این است که ما اصلا در موضوع یعنی استقلال فعلی از دیدگاه تاریخ جهان گویا هر کس چون پول اضافه شده، امروز جهان جهان پول سرمایه است، همه آدم باید در معاملات صورت نگیره، خود نفروشه، خود حفظ کنه. این است برای یک ملت استقلالش. استقلال نام چیز دیگه نیست که با سر از او بانیم که این گویا یک قوای آمریکایی از افغانستان خارج میشه. قوای آمریکایی شما نظر منشی ناتو را شنیدین؟ گفت که ما از افغانستان نمیبرایم. وزیر دفاع در گذشته ها گفت که خروج قوای ما رد میگیره بر منافع آمریکا در منطقه. در این اواخر این در ماه اپریل در حدود 36,000 عسکر ناتو، 2,500 نفر عساکر انگلیسی، اینا در قسمت لهستان یا پولند، اوکراین، لنینگراد، مرزهای روسیه را اینا تحت نظر خود میگیرند که به تاریخ ماه اپریل شروع سفربری یا کشیدن انتقالات از اینا میشه. امریکا به خاطر رسیدن بر منافع خود در موضوع همین آسیای میانه، ای ها فقط پشت مواد خام هستن. حال شما ببینین یک با چین رقابت کرده رویارویی نمیشه. یک ویروسی که ساخته شد یا کاشته شد به هر وسیله شد اوجا بردن. یک وزیر دفاع، وزیر مالی خود امریکا با یک لحن بسیار خوشحالی از او به او گویا افتخار میکنه که ما اینقدر پول دایا با آمدن اینی تو کرونا ویروس ما عواید ما افزود شده. اینا از قتل مردم، از کشتار مردم بر خود عواید ایجاد میکنن. از تعدادی را هم به مسکو فرستاده بودن که گویا اینا با ویروس کرونا سردوچار شدن آن واحد از طرف استخبارات روسیه گرفتار میشن. اینا همه جنگ های سست که امریکا به خاطر منافع خود در جهان به جهان اینا را انداخته و از این نفع میبره. در کشوری مثل افغانستان که مردمش به اتفاق است، به گفته خود آقای جو بایدن نظر خوبی دادن، ما باید از او استفاده بکنیم، از او باید ما عبرت بگیریم، ما از او کمک بگیریم تا خود یک ملت بسازیم. این گپی که ما میذاریم که او یا او میایه یا ای میایه، اینا برای ما مصدر خدمت نمیشه. تاریخ اسلام هم میگه خدمت به عدالت است، ما میگیم خدمت به عدالت است، ترقی به عدالت است، برابری
با عدالت است. همه چیز در محور عدالت داشته باشیم. متاسفانه بدبختانه نه ملا داریم، نه امی داریم، نه اهل ذکر داریم که در او کشور از ملت معصوم دفاع بکنه. ملت در گرو کل نمی چهار کلاهایی که در گذشته صاحب پول شدن، اینا هم در دامن امریکا هستند. در آینده این کسایی که اینا شما دیدین به حساب سالگرد سبقت‌الله مجددی نار کدام استاد میشن، اینا برای حفظ جان خود، برای حفظ پول و دارایی خود، اینا با امریکا یک جای میشن، با گروه های دیگه یک جا میشن. ما عدالت وقتی میخواییم که اینا همیشان نابود باشن. عدالت او زمان تامین میشه که حق مظلوم داده شود. شما بهتر میفهمین، اسلام خمیرم میگه اذا حکمتون بین الناس ان تحکموا بالعدل. شما هر وقتی که در یک جای مجلس بشی معذب بشی به عدالت بکنین. ما و شما باید طرف عدالت بگیریم، نه طرفی که فلانی یه طور گفت یا او یه طور گفت. ما برای ملت خود صرف عدالت میخواییم. در قسمت بله. عدالت قضاوت عادلانه باشه، ایجا نباشه که یه طور کرد یا اون طور کرد. کسایی که پول گرفته باید رقم دوره سلطنت عباسی ها باید پول به بیت المال سپرده شود. از هر کسی باشه بله بله. ملت عدالت و ملت اون بله. وقت تامین شده میتونه بله. تشکر از توجهتان. خوی چیزای خیالی است که امریکا واقعا اگر بر قدرت است اهداف خود تعقیب میداره. پاکستان همچنان، ایران هم به این منوال، قوای ناتو مشترکن، اهداف مشترک داره، خواسته ها داره. یکی چند نفر کشته میشه و چند نفر زنده میمانه و هدفی از اینا نیست. هدفی از اینا که امریکا چقدر منفعت میبره باید یک کشور او هست. مواد خام هم برای امریکا علی آیسته آیسته، بعضی مواد خام در سابق بسیار با اهمیت بود، علی آیسته کم شده میرن. اول خب این آهن افغانستان امریکا هیچ کار نداره، برای اینکه وزنی از روی قضیات است تا امریکا میه و ریچ برای از اینا کدام فایده نمیرسن. ولی آیسته تا موترا دیگه آهن استفاده نمیشه به نام فایبر گلاس که کمی وزن یک موتر سبکتر باشه که تیل کم مصرف کنه. حتی موترای امریکا برقی شده میره. دنیا به کلی همون مواد خام ضرورت از لحاظ تنقلات و از لحاظ یا لیتیم درست نقل از واسان هست، یا یورانیم اگر بر اینا به درد بخوره، یا مواد مخدره یک پاوند یا زورت امریکا بیاره اونجا در کمپانی های دواسازی یا فارماسیوتیکل استفاده کنه و درست. مگر یکی از آسیای میانه یک لولر بدوانه و تا نیویارک بدوانه و بیاره و به دردش هم نمیخوره. شاید برای پاکستان به درد بخوره. دیگه فلیاز ها اینا اهداف استراتیجیک هم دارن، اهداف طویل المدت هم دارن، کشورهای بزرگ هستن. آمدیم که ما چقدر یعنی صدمه پذیر هستیم از لحاظ ای که در دم رای اهدافی از اینا بعضی ها برای بعضی ها مفید است. پاکستان از جهاد افغانستان هم بهره برد، ولی در موقع طالب و حالی هم میبره او هست. آمدیم بالای خود افغان دیگه دست به علاشه بینشینیم، قراره که چی وقت باز تاجک پشتون خود در آغوش میکشانه و اتفاق میکنه. اما اتفاق هم اتفاق یا جبریس مثل حکومت وحدت ملی که توسط جانکیری اتحاد صورت گرفت و جبر بود، آمد در دویشان گوشهشان تو داد که شما جنگ نکنین، هر دوی تان رئیس جمهور هستین، گم شین برین اونجا بشینین. مثل دو انباق زنید یا خانمای آقای جانکیری وارد در کشاندن و دیگر هم گوشمالی دادن که اشلق نکنین اگه نمی کشه میتانه. از ترس امریکا همی پتره شده، همی ملت همی علی فیلن و نان و عوام میته که نمورن از گرسنگی. مگر اتحاد افغانستان ما میگم یک حکومتی که روی کار بیا با او که اهداف امریکا مطرح است. و تو خب اتحاد شوروی وقت هم میخواست با آبهای گرم برای افغانستان هم تسخیر کنه و به خلیج فارس هم برسن و دیگر دیگر. میبینین که در برابر ایمان مردم افغانستان واقعا زایات بسیار زیاد بود، مگر نتیجه از او آزادی بود. یکی به کدام طرف کشانیده شد او را دیگر بگذارین، نتایج شیطنت جهان استکبار دیگر دیگر دست داره. وظیفه ما و شما مردم همی است که ای که باز آینده خدا کنن و اتحاد بیایه و چرا نمی کنن ای آرزوها هست. درون آرزوی ما مردم بعضی امور هم آرزو ندار. مگر واقعیت های روی زمین در جلو ما
حاضر چیزی را که میبینیم در راستای از او باید قضاوت کنیم. امروز جنگ آمده تحمیل شده بالای مردم افغانستان، در سابق هم شده بود. وظیفه خودت ما دیگه چی است؟ اگر طالب هم میکوبین برین بکوبین، مگر شما و ما استقلال طلب باید باشیم، آزادی را بخواهیم، یک حکومت درست با پنجه های آهنین باید داشته باشیم، یک حکومت در حقیقت 18 ساله ناکام نپذیریم، اشغال هم نپذیریم، برای که ما خود نمیپذیریم. ما میخواهیم افغانستان آزاد باشه، یک کشور آزاد بود، یک افتخار ما، تنها یگانه افتخاری که داریم میگه بسیار آزادی خواه مردم هستن، با اینا نمیشه. مهمان نوازی ما بود دیگه دیگه، و همیش خوب رفت پس کلای خود. ما دیگه اقل او را خود خواسته های شرعی هست، او را دیگه از خاطر طالب اگه شما صرف نظر میکنین چون با اونا بسیار دشمن هستین یا ما دشمنی کنم یا دیگه، او درست نیست. آنچه خوب است از یک آدم از دشمنتان بعضی چیزها را باید بیاموزین، از دشمنتان اگر یک کار خیر برایتان میسر میشه دیگه او را غرض نگیر. در می امریکا در بیمارستان شما میرین یک یهودی می قلبتان را پاره میکنه، در حالی که شما یهود و نصارا را بد میبینین، اولول امرتان را نمیگذارین، مگر آمدین برای صحتتان می تجربه داره تعلیم کرده دیگه کده، یک شما نمیرین او را بکشین و بزنین و چی کنین. یک نفر اگه مفید بود، یک شخص و یک اجتماع یک عمل نیک انجام میداد، دیگه او تعصبات شخصی رو باید آدم کنار بگذار. اول برای امو یعنی امو چی تانه درجه بندی کنین خواسته ها را، ارجحیت بتین. اول افغانستان از چنگ همین مصائب دور بسازین، در غیر از او بسیار خرابی کده میره. ولی هر روز من یک چیز برتان بگویم، هر قدری که همین حالت همین استاتسکو دوام داشته باشه، با مو اندازه افغانستان در مصیبت گرفتار است. همه تو این غده سرطانی ریشه دوانده میره در کل افغانستان. بیاییم که این را قطع کنیم، یک صفحه جدید بیاییم، صرف نظر از طالب ما شما دیگه دیگه به حیث یک کتله وسیع مجاهد فکر کنیم. دیگه اینی هم مواد خام هم از کنیم، شفاخانه را از بین میبره طالب، که نمی کنم شفاخانه را مختل نشدیم. اگر حکومت افغانستان بره و عسکری از او دوله خالد در یک شفاخانه جلسه کنه، هر کسی که باشه مورا می پرانه. اگر یکی بیای و دیده به دانسته و یک شفاخانه مکتب از بین ببره، بارهایی را شما می ربانی کدین. مگر ما تو یک چیز ندیدیم که الان طالب بیای زده شفاخانه و بیمارستان باشه و زده یک مکتب و مدرسه باشه. او کلش اتهامات است، درست نیست. آمدیم انتحار میکنن، او را میگه استشهاد است. میاد از جلوی فرض کنیم اکادمی فهیم خان یک طالب خودم میپرانه، او خود دشمنش ده درون است برادری که در بیرون یک راره و میره، او خود عملات چریکیش زایات جانبی است او را داره دیگه. متاسفانه همتون که امریکا با هم تلسکوپ و تکنولوژی میره قریه را ویران میکنه و خرد و ریزه و کلان و زن و مرد میکوشه، خب طالب هم دیگه خب با مواد منفلقه میدره او کارا صورت گرفته. متاسفانه از این خاطر ما میگم که باید وقت جنگ قطع شوه. و چی هست؟ عقای قمی هست که طالب هست، امیال آمار دادن که 60,000 صده تا که 100,000 طالب انتحار میکنه و میکوشه و دیگه ایره از لحاظ فاصله زمانی یک 50-60 سال دیگه تانا میگیره. تا او وقت شاید هم خود امپراتوری امریکا هم سقوط کده باشه. برحال هست. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب. بله بفرمایید. مدلین اسم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. خطاب صاحب اول سلام خود به جناب شما و به بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم. خطاب صاحب امی غلام بچه های عجیز ادای دستاورد در این 19 سال میکنن. این ادای غلام بچه ها یک درست هم است که غلام بچه ها دستاورد دارن، این طفلای موی زردشان معتاد، بچه هایشان معتاد شده و 5 میلیون مردم ما را معتاد ساختن و فحشا و رقص و ساز و اینا یک دستاورد است.
خطاب سر امریکا و ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم بزرگترین جنایت جنگی را مرتکب شدند. از این سلاح‌های شیمیایی سهمی یورانیوم رقیق شده مادر بمب‌ها علیه مردم مظلوم ما اینا استفاده کرده که بزرگترین جنایت جنگی و نسل‌کشی در تاریخ بشریت می باشد. امی یورانیوم رقیق شده به عنوان زباله اتمی بسیار متمسموم کننده و تقریبا چند صد میلیارد سالی زندجان ها که در دور برش زندگی میکنن این مسموم میشه. و همچنان ما باید کمی ما خود من حیث یک انجینیر انوایرمنتل انجینیر باید در ساحه بریم امی فضله های اتمی را که اینا در کجا دفن کرده کنوار پیدا کنیم و کنیم دیگه که یک پروژه بسیار که بعد از اینکه اشغال ختم شوه که ما در ساحه بریم تحقیقات کنیم. و خطاب سای به مواطنان خود توصیه میکنیم که به تبلیغات مطبوعات عجیر رسانه های روسپی که اینا خطرناکتر و مزارتر از این فایشه های سیاسی هستن به این رسانه ها گوش نکنن، صبر کنن. شردلان آزادی خواهان ما که ایمان قوی و تقوا دارن این حرف های غلامانه را مانند کاهش خشونت در این توافقنامه های مردانه ایجا وجود نداره، اتونشته نشده. یعنی بسیار اینا به تحقیق به دقیق هم تمام لغات دوج سنجیده شده و انشالله و همچنان انشالله قریب بعد از امضای توافقنامه خروج بدون قید شرط امریکا از افغانستان مجلس بین الافغانی صورت خواهد گرفت که مسئله داخلی افغانستان باید کاملا به خود افغانها واگذار شود. مجلس افغانی که نامش موضوعش را واضح و روشن می سازد، یعنی مجلس افغانی توسط افغانها برای افغانها و برای غلام بچه های اجیر مانند اختری سای بگویم که انشاءالله آن قریب عدالت برای شما گوریزیا خواهم رسان و شما که مرتکب هر کسی که از زمان کمونستا تا با آله که اگر پدر ایمان باشه باید اینا را در محکمه حاضر کنیم و حاضرشان کنیم و اینا باید محکمه شوند. تشکر خطاب سای محترم. بله سلام علیکم سه. جناب محترم خطاب سه بس سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو. محترم خطاب سه، امریکا برای چند مملکت این محور شیطان برای چند مملکت نقشه جور کرد، آنها را محور شیطانی نامید به خاطر منافع اقتصادی خود به این مملکت ها را میخواست که زیر تسلط خود بیاره و افغانستان محل قمانده خود بسازه. محل قمانده به این معنا که امریکای جنایتکار خیال داشت که افغانستان برای دائم اشغال میکنه. مزدورانی که امروز دول امریکا را میزنه یا را کل افغان ها میشناسن، مزدورانی که امروز از اشغال طرفداری میکنه یا هویت خود به مردم افغانستان نشان داده. این بیوجدانا که از هر اخبار یک جمله را نقل میکنم مثل مسکینیار و غیره و این را به نقص مجاهدین افغانستان به نشر میرسانه، این بیوجدانا را کل اگه میشناسه. مجاهدین با تمام قدرت جهانی که با سلاح‌های مدرن امروز به افغانستان حمله کرد مقاومت نشان داد، هزارها کشته و زخمی داد و امروز کامیاب شد. کسایی که دستش به صدا نرسید یا از تلویزیونی که حقایق میگه، از تلویزیونی که به خدا به خاطر خدا به خاطر وطن و به خاطر دین خود فقط حقایق میگه و هیچ کس پشتیبانی نمیکنه مثل تلویزیون پیام افغان چارم جان بیان از جرمنی، چی قاضی صاحب مهمان نواز از لندن، چی استاد بزرگوار غفوری صاحب از استرالیا باشو از استرالیا باشو مونه مومن صاحب قاضی صاحب شریف جان، این حق و غیره افغان ها و غیره افغان ها که حالی به ذکر نامشان ضرورت نیست صدای مردانوار بانا کده جهاد تایید کده اشغال محکوم کده. ما به گفای این سرمنشی ناتو این اشغالگرا این بیویزان ها که با وطن ما هم نکده ایش قیمت نمیدیم. طالبا کامیاب شد یک هفته بعد روی اشغالگرا سیاه بشه،
چیزی که طالب ها خواسته یا برایشان امضا میکنه از افغانستان میبره. ما این پیروزی را به تمام هموطنهای سربلند خود تبریک گفته و آزادی افغانستان خدا بر این دائم حفظ کنه. درمدن محترم مهربانی، تشکر لطفم مهربانی. بله سلام علیکم. سلام صاحب خیر تا جاستم استرایموس استرایموس شکر ده مالی بود در دازیر در باند در کم اسی دی مجایدین و دی سرخندین و دی کامی ویزیر در کم اسی انشاءالله سی امریکایان و روسان و خوب امین امریکایان و خوبیلی ویسی منگا نووز و دی وی وی ویل سموک ام اوت آل شیان کری و اما دی اللہ تعالی وی سبل پلان بلو و دی انشاءالله سی مجایدین و کامی بیگی و الحمدلله بیا هم افغانان دی افغان قوم دی الله تعالی په مقابل کې دی دوی په وعده کې صادق روتل او بیا یې سی دوی ته دی یو اپر قدرت دی ماتی دو و دی دی اپر قدرت دی ماتی دو وسیله و ګرځوله انشاءالله سی هغه هم دی مجاهدین کامیاب ووتل او دی دا یو زیری دی ټول مسلمانانو ته او بل راغلو سی دا دی دوی دی خائنان و قاتلان و غلامان و دیدی در زیارتون جوړول و رنز منزل و دیدی یو چوف مفسد و غارتگر و کسیف خلق و پخلیک دی پاکی گینه دی که هر ارز و دریگی و دیدی دواغانی و که و دیدی نمونه یاد که به تاریخ که دیدی نمونه سب سوی او امدارنگا دیدی اغا دی افغانان و پا مقابل که دی دوی شخصیتونه دوست معلوم است و سپل داتیر تیر انتخاباتو که افغانانو دید او خود درسی تومره محبوبیت لری دی افغانانو پومیست که او بل دات دوی ویسی طالبان جنگ نده گتله نو جنگ گتل سرقم دی نن امریکایان دیتا طالبان نو غواری ستاسی تریخواله کم که نو که دوی گرد امریکایان چومره تریخواله اچواله بیا هم طالبان دیگو تریخواله منی او دی خپل زان فداکی او دی خپل دی وطن لپاره اما بیا هم امریکایان دی طالبان اگو دی کم وصلو پا مقابل که تریخواله تا نداری دی لپاره سی دیگو عزم قوی ده او قوی عزم تریخواله دیر ده لدینه سی دی وصله تریخواله وصله با نن استعمال سباب استعمال سی بلاورد اما عزم تریخواله نوری کیگی او پایت نرسیگی او راغو سی دا او بل پدی که خود دا نور یوازی اصلی افغانانو دا او خود دل سی دی کولی سی سی دی هر عبر قدرت تمان تا ورکی نه لگا آغا افغانانو سی پا مسلحتو او پا وسیلو او پا مایدو باندی زانون قارمانان کلیل او دی غرونو دی غنده پسرون ازان تا ته جالی مقبری او چه جوری کرده او راغلو سی دا غلامان دی باید ستین لفغانستان سترگ لاس واخلی او خپلو گتو لپاره چه خارجی مملکتو که گتی سپمولی کلی باید چه حال تا بیرت لارسی او اغوتو لارسی دوی نو پا افغانستان که کمخ نلری او انشاءالله سی دوی با حال تا هیز کلی و گلی و نسی کولی او یو زه دغه پوښتنه کوم د بعضې اشخاصې وایي چې مونږ تاسې بعضې خلک وایي وایي دا ولفیار خواره دا سپینګیري چې په غرب کښې ناست دي انتقادونه نیسي چې پلان و ملا هیبت الله دي مونږ ته خپل پلان را ښکاره کړي دوی دغه دوستم نه ولې دا پوښتنه نه کوي چې د دوستم د پاچاهي پلان څه رقم و هغه څومره اهلیت د پاچاهي درلوده څومره سواد د پاچاهي درلوده د دې رباني او د مسعود د دوی څومره اهلیت او ثبات د پاچاهي درلوده یا د حکومت یې درلوده د جمهوریت یې درلوده چې دوی پلان درلوده چې دوی به څه رقم یو حکومت جوړ کړي چې او د یادې کرزي چې نن دوی ملا هیبت الله ته کښېني ملا هیبت الله هغه رقم یو رهبر لیډر ده چې په پټ له پټ ځي نه دغسې یو یو لښکر وایي د لښکر قومنده ورکوي چې نن د هغو په منځ کښې په څومره وسایلو وسیتو پیسو باندې یو نفر یو څوک یو رخنه نه شي جوړولی چې دوی سره اتفاقه کړي نو دغه لیډرشپ دی نه د دې لپاره چې یو څوک پنځه ټانکه ولري او چا سره غلامي وکړي او د هغو پیسې ښه
ډیر مننه. او د واقع کیو یو جنازه کیو ولدی جو سړی لال رئیس و افغانستان کیو چرچې کولې او ډیر بغټ غټ غږېد. بیا دلته سید غفران پاچا د جنازه کیو سره مخامخ شو. مولا مادمر ته بد ویل وای تو دو تا چشم داری غلامی میکنی. و مولا مادمر ته یک چشم کل افغانستان زیر تسلط خود آورده و کل مردم به یک چشم میبینه. یه خبر داری که به یک چشم میبینه کل گیره؟ یعنی هیچ فرق میانه تاجک و هزاره و پشتون دیگه و دیگه نداره. تنام و خداوند برش مهم است. تو دو چشم داری غلامی میکنی. یعنی ده خنده وارو یا فکایی خونده و مگر ده متن که ډیر راغو د معنا پرته وه چې کله کله موږ وایو که اتحاد کنیم. اتفاق یعنی معنای داده که به یک چشم مردم ببینیم، تفرقه نیندازیم. ازاری خوب خوب است، ازاری بد بد است، پشتونی خوب خوب است، پشتونی بد بد، از هر قوم، از هر دیار، از هر قبیله افغانستان، چون کشور قبیلوی است افغانستان، با قبیله جدا نکنین انسان، با مذهب هم جدا نکنین، با سمت هم، کل سمت های افغانستان. گفته همون بعضی هم این کاسه شوروا است از هر کنجش که لغمه رو ورداری همون شوروا رو نوش جان میکنی. افغانستان هم یعنی همون طور تو یک فکر کنین. آدم اگر واقع بین باشه اینجا، اگر افغان ما گفته که خودت خواص مادگلخان مومند و داری و سمت شمال، و سمت شمال نیست، در سمت شمال آدمایی که اتحادی سمت شمال درست کردن، او رو من منظور ما بود. او یک اتحادی است که خود عنوانی از او اتحادی سمت شمال از دست طالبا وقتی همین شغالا گریختن باز اونجا با هم یک جا شدن در داخل در کابل، یکی دیگه خود رودای یکی دیگه خود کشیدن، ملت تباه کردن کابل. باز وقتی ویران کردن، وقتی که باز طالب یک دفعه پای تپ تپ طالب شد، کلگی بگروز که نمیگروزی در شمال یک اتحادی سمت شمال نوردرن الائنس یک عنوان داشت. بدبخت کلید کار نمیکنه. ما تو رو چی بگویم؟ و ما میگم که برتان روشن شه و بعضی چیزای عادی رو دیگه نمانین که وقت ما ضایع کنم و سر اثر برتان تشریح کنم. هدف ما این نیست که سمت شمال بعد از سمت جنوب خوب از سمت غرب و شرق. شما هم صحبت یک نفر گوش بتین باز بعد از اون. بله سلام علیکم. سلام. بله آقا خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. خیر و خیریت چیال دارین سر؟ مهربانی آقای محترم آج عمر خطاب. بله سر. سلام و اعتراف خیشا با شما و تمام مردم بخیر میدارم. دولای سطح کامل باشید. تشکر سر. از گزارشات بب میاید که تحریک به گروه طالبان بعد از امضای قرارداد به صدر از طرف رئیس جمهور امریکا حتما به کابل آبادانی میباشند. آقای محترم آج عمر خطاب، به اجازه شما گفتن اگه کشتن که را کشتن که تو را کشتن میگویند به سر محمد محقق برادر خیش محمد باقر را به شلیک مرنی روی جنجاله که در منزل خسر باقر در خبر شادک شدر گفته بود کشتن و چند نفر محافظی را زخمی کردند. به اصلاح مردم عوام محقق باید به چردانو زدن. اصال می دارد که پسرش شخص عقلی واسی بوده، می خواهد به جنایات به پسر خیش پنار کند. اشرف غنی و طرفلوش عبدالله عبدالله دوسفه جامد کرده مکار غیره و غیره فرمایا جهت ادای اعتبار به منزل محقق و نوکر دولت ایران رفتند. اما زخمی ها و پرسش به عمل نیامد که چی ها قرار ناشه و دارند. آیا این محافظین فرزندان این وطن نبودن یا این که نوکر شخصی محقق میباشن؟ پدر و مادر این زخمی ها در چه حال قرار دارند؟ وطن دوستان امت کنید، جرات داشته باشید، مظاهره کنید، مظاهره که پتوی این وطن فروش ها را بسوزانید تا مردم عوام و کمک شما از افتار غیر کمامت انسانی این دست نجات پیدا کنند. با احترام. آفرین، عجب چیز تحریر کرده بودی. خداوند خیر بده از سنات شما حساب شد محترم حاجی صاحب رحمانی. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر محترم خطاب. السلام صاحب محترم، خوش آمدین صاحب. سلامت باشین، خوب هستین انشاءالله؟ الحمدلله شما خوب هستین انشاءالله و تعالی. زنده باشین.
باشین، در پناه خداوند باشین. خطاب سید بسیار عزیز، به اجازه شما ما اگر اجازه بدین یک دو دقیقه هم یک تفسیر بسیار بفرمایید. بفرمایید موضوع فعل داغ و موجوده افغانستان. محترم خطاب سید، در مورد پروسه صلح ما باید خدمت شما عرض کنم که فعلا بسیار جالب شده و مورد بحث و اصطلاح همگانی در کل دنیا در قضایای افغانستان صورت میگیره و انشاءالله امیدواری خطاب سید محترم بسیار زیاد است و برادرایی که صحبت میکنن در که میگن حتماً بخیر حتماً طالبان میام امیر از برادرها که همه ی الحمدلله مسلمان هستن، عقاید بسیار راسخ به خداوند دارن، فقط بگوین به لطف خداوند و انشاءالله اگر اراده خداوند جلالشان و رضایش باشه انشاءالله به توکل خدا صلح برقرار میشه و جد و جهد مجاهدین و آزادی خواه ها و برادرهای طالب ها انشاءالله همه همه مسائل حل میکنه و یک حکومت اسلامی قابل قبول بر همه مردم افغانستان انشاءالله با وجود خواهد آمد. ما خطاب سید محترم یک درجه کمتر به تشویش دهیستم که باز همین مغرضین یا یک تعداد از این مامورین و عالی رتبه نظامی و ملکی و حکومت دست نشانده افغانستان میخواهند که سپوتاش کنند و سنگندازی کنند در راه صلح، یا نمیفهم کودن هستند یا خوب میفهمند خود به اصطلاح موعوام که ما شما میگیم خود در کوچه اصلا چپ میزنند، یا میگه چرا طالبا با امریکایا و خارجا چرا مذاکره میکنن، چرا با حکومت و دولت افغانستان مذاکره میکنن. عجیب است اینا، اینا همقدر شعور نداره که کدام حکومت کدام دولت آیا تصمیم گیرنده مزدور است یا بادار. آفرین، میفهمم که بادار تصمیم گیرنده است نه مزدور. من نمیفهمم که چرا این گپا رو میزنه و انشاءالله به توکل خدا طور که برادرهای طالب و آزادی خواه با حیات امریکایی ها که باید تصفیه حساب اول بایا شود یا تقسیم اوقات خروج خود به اصطلاح قبول کنند که در چه قمدت با مسئولیت باید از افغانستان براید و بازده قدمه دوم خطاب سید بسیار از یک از مای عمومی ملی که نماینده های واقعی مردم افغانستان در اوجه باشه، مثل که بیشتر محترم مومن صاحب هم بسیار خوب اشارات در این مورد کردن که نماینده های واقعی مردم افغانستان باشد در اوجه باز در طرز حکومت اسلامی آینده، سر سیاست خارجی، سر سیاست داخلی، موضوعات اقتصادی، فرهنگی و و و همه مسائل باید صحبت شود و تصمیم گرفته شود و انشاءالله به توکل خدا یک صلح سراسری در افغانستان نه. یک موضوع دیگر که ما چند بار همه تو شنیده میره از کابل، همه تو باز کسات وقتی که همین چند ماه پیشتر من کابل رفته بودم گفتن که های همین حکومت موجوده این حکومت مزدور که میخواید سر قدرت باشه و عمر خدا یک مدت دیگه هم تمدید کنه، 40-50,000 نفر که خودشان اعلان کرد که ما کشتیم از نیروهای دولتی کشته شده و میخواهند که 40-50,000 نفر دیگر هم پستا بکشه و در پالوش هزارها نفر مردم ملکی هم به زیر بمباردمان قوای خود ناتو از بین ببره، یا در صدد عزیز که میخواهند گروپ های را در خیالم ساختن که یک گروپش هم یک ملا رسول بود که در ایرات هست در خیالم و بعض گروپ های دیگه هم ساختن که در جریان همی چی آزمایشی که یک مدت که به اصطلاح تحت همی موضوع کمی خشونت یک مدت در خیالم برای یک هفته یا دو هفته یا همی رفع خشونت که پایین به ای را می خواهیم که همی گروپ های را یا از طریق دولت چی شده به اصطلاح معذف شده که در این زمان یا در هر جای حمله کنن چی کنن تحت عنوان طالب که خدا نخواسته طالبا را یا بدنام بذارن. بله دیگه اینه که چیزا مورد خطاب سید محترم چیزا را دوام داره. بله فرده باز چیزای هست کسی پا این لاشخورا و این کسایی که به دالر سجده میکنن و زران سجدوی میکنن که اگر بتانن خدا نکنه انشاءالله که همین پروسه را خدا نخواسته ناکام بسازن و انشاءالله امیدواری به توکل خدا اضافه تر است صلح تحقق پیدا خواهد کرد و مردم نفس آرام خواهد کرد. تشکر. اول خویی یک دفعه که زدن شد دیگه ملا رسول هم خود این میمانخانه حکومت گربه واری با سعیده و خورده میره و شکمکش پندیده میره تا
طالبا به خیلی مورا جواب داده و گریخته ازم و همین خود جنگ طالب هم جنگ آسان هم نیست، دلو گرده میخواید، دویدن کار داره، قمچین میشن دیگه، از درون باید ایمانداری در درونشان باشه. شما تو قیاس بفرماییم که یک نفر همون تسمای عملی استشادی را یا انتحاری را در جان خود بسته کنه، مانای از این که ما از همین تونل یا قید حیاتی از این دنیا میرم به اون دنیا، خود بکلی برای خود آن مندازد. این که باز توجیه چی هست، گفته بعضی ها که شفاخانه را ویران میکنه، یکی میگه نه خانه دشمن را ویران میکنه، یکی میگه که خب به هر حال هرچی هست، همو آدم با همو انگیزه ها، با همو ایمانداری از درون، یک آتش در درونش هست که او کار را میکنه. او را بازم شاید مولا رسول و یک چند تا گریختن در آغاز اسلام هم، بعضی ها همه تو منافقین میامدن نزد پیغمبر، باز گم میشدن میرفتن زد اسلام تبلیغ میکدن دیگه. یا در خود همین تعاملات سیاسی جهان هم بعضی ها دیفکت میکنه، با یک کشور دیگه میره و جاسوسی میکنه. این معمول است. اگر باز یک دفعه دویدن شد و آمد طالب، وقتی امریکا و یا 49 کشور با همه ساز و برگ نظامی توان نمیاره و میاه زانو میزنه در بروکسل، همیاله 49 جنرال یا وزیر دفاع ناتو که همیاله دنیا رو یا میتونن خاکستر بسازن، نشسته که با طالب گپ بزنه و که بلی از خدا خوشونت نکن. و اگر بشاری تو مرد استین برین این طالب یک طالب رو نگذارین تار مار کنین، بیا زوا خدا میخواه شهید بسازه، برین شما هموار شهید بسازین، این وطن رو بگیرین در قبضه تا نگاه دارین. مگر رور کده نمیتون، هر زوری که زدن صاحب همو تو ناکام ماندن در همو کار خود. عدی اقل تا جایی که ما کار میکنم، باز شاید بشاری مردمی دیگه بدانن، ما ندانیم. و هر انسان تا همو توانایی ها و معلومات و منطقی از او مسئول بدانین، فراتر از او یک شخص شما بسیار جدی هم نگیرین. مگر تا وقتی که هدف مردم باشه، اسلام باشه، وطن، یعنی همو اهداف نیک به شکل افاقی، ما همو طورستو ما این رفیقه. من شاید فردا بیایم این طالب از بد بتر بساز افغانستان و ایران کنه دیگه که ما شاید مخالفی از امان باشم. مگر حال دمی حالت موجوده دیگه کسی نداریم. ما کل ما میاییم و بالا سر می نشینیم، کتا کتا میگیم فیلو که نمیفهم شطور. مگر اعمال خود ما در راستای افغانستان یه چیز نمی کن. جنگ طالب خوب شار تو با شیرنی و جلغوزه و چاکلیت پیش نرفته، مثل همی کسایی که در ارگ نشستن و صاحب یک شب در دبی هستن و باز یک روز در ترکیه چکر میزنن و مال و داری افغانستان هم چور کردن و بچه بیچاره را صاحب دریشی را در جانش میکنه، $300 میته و صاحب زنجیر ناتو را در گردنش انداخته بده و بده او را میکشن. دیدگاه خود صاحب با همی قشر بالا و افسران نظامی و اینا خود یا حکومت داران افغانستان خود صاحب بسیار مرفه هستن. و طالب خود جز جنگ، جز کشتار که خود میپرانن دشت لیلی از استخوان طالب پر از چه دیگه از می روزی که ما طالب رو میبینم، می توی قصر طالب خود ما در افغانستان ندیدیم. یه توی یک بلاک اینی از طالب است برادر در جنگ اینی دزدیده و این کار رو کرد، ما ندیدیم. اگر شما دیدین فیلم شروان کنیم که ما هم تلویزیون پخش کنیم. و در جنگی که طالب یک افسر نظامی رو میکشه و خود دشمنش است، یا اگر در یک محل انفجار میکنه یک آدم کشته میشه، یا یک دیوار یک بیمارستان هم میپره به امرایش، خوی خوصه جنگ هست. اون شکل جنگ های چریکی هست، انتحاری و اجتهادی. این را دقل از لحاظ خود منطق هم شما فکر کنین، همه تو که ناتو میپرانه، همه تو که دوستم گلم جمع کرد دیگه کرد به غیر قانونی زد ملت دیگه، یا خود دقل داییشان فرق میکنه. تو یک جنگی که به سر هلیکوپتر یک کسی دیگه بیایه و صاحب مثل دوستم که هلیکوپترهای ناتو در سر از او سایه واره میره و صاحب بازی خمار میبرایه و نشه کدگی و صاحب بازی یکی فیلمی از او را میگیره و در یوتیوب مندازه و بازی دوربین در دستشو که اون پاکستانی را من میزنم میکشم و دیگه برای تبلیغ و خود سر توپ تانکی دیگه کس هم نامده. اتهام بزرگی که پاکستان عقبی از اونا افتاده و پس خانه گکا هستن و سه بازمو آدم خودش مزدور پاکستان بود،
در دوران جهاد خوب من میشناسم، دیده به دانسته، خدا نمیگه باز یک طالب متهم میسازه. اگر کمی افاقی صحبت کنین اینجا برادر، نه جانبداری از طالب کنین نه از مطلوب، آنچه واقعیت است رو در میدان پرتین، خدا دارین، روز آخرت دارین، امو کرمای گور به انتظار تاران داره که چی وقت اونجا شما رو مندازه که نوش جانتان کنه، واقعیت بیان بدارین. بعضی ها همینطور صخره وار استاده سر موقف خود یگان بار در طول تاریخ، مثل پیغمبر اسلام گفتن که همین چیزی که دارایی مکه معظم است از خودت پشت همین خدای یگانه نگرد. پیغمبر گفت که اگر شما همین کل دنیا رو برای ما طلا بسازین، ما از موقف خودشون خداوند ما رو معذب ساد. حتی پیشنهاد کردن که یک شش ماه دین ما و شش ماه آیت و سوره آمد و ایتون. از موقف خود یک خطوه ای برای ما میرسانه که وقتی مسئله الگو میگین یا محک میگین، اون پیغمبر شخصیتش و حداقل او را خو میپذیرین. شیعه هم جان میته و بالای پیغمبر، و سنی هم امو رهبر اصلی ما و شما هموس، او چی میکن؟ در اما تو یک نفر هم بود درون مکه معظمه که کلش از بت پر بود، در برابر از او میسته، خداوند موفق میسازیش. موقف بعضی ها موقف هم تو جدی داره که کل دنیا یک طرف، من میبینم که واقعیت چی هست. بازمو امو کتله ها را با خود میکشانم، و کسایی که موقف هم تو جدی داره و استادن با حق و عدالت، هیچ حراس در درونش نیست. ما یه آدم لرزان که باش کس چیز نگویه و خانه مرا در کابل کس نگیره، و باز ما اگه پس برم افغانستان باز مرا یک دفعه زندانی نسازه و که فلانی کار نشوه، و صد واهمه و ترس و جبن، و باز کار پیش نمیره. مستقیم استاد باشیم تو کاکا مثل اجدادتان باری. بله سلام علیکم. جناب خطاب سیب، سلام علیکم سیب. و علیکم سلام و رحمت الله. برادر بزرگوار، شکر که جور صحتمند هستی، خدا خیر بده. کمیش واقعیت را بیان کردی و از طریق برنامه شما هم دیگر واقعیت را میگن. موقع قبل که دیگه برادران صحبت کردم، واقعا امروز یک افتخار است که برای افغانستان گذاشته از این که طالب که هست که نیست، که امریکا وزیر دفاعش بالاخره بار از اجه سال میه که رای حل نظامی نیست و باید مثلا از لحاظ سیاسی هر شوه بان که همه از برکسال کل قدرت ها شیشتن، یه واقعا یک افتخار با ملت شهید پرور و شهید افغانستان است. با شما هم تبریک میگم که به حساب دهی داستا شما هم شدی که امی ملت شهید هستیم. و در قسمت طالبان، جناب خطاب سیب، همی امریکا خوب بسیار دستپاچه شده در رابطه با مسئله ایران هم با خطا هست، و این یک درس شاید شخصی خودم باشه که این کنم چالا فریب نباشه که سبب خطره که سر ایران هم رکنه این طرف طالبان را گپ بده و یا را به حساب یک جنگ یک طرف کم بسازه و در طرف دیگه زیاد بسازه، که خدا نخواسته در این مذاکرات گپا یک مشکلی که ما افغانستان همیشه داشتیم که در مجموع کل افغانا که همیشه در سر میز مذاکره باختیم، ولی در میدان جنگ خربت بودیم، اما در میز مذاکره باختیم، که بقیرین که اونا یاگوید دارن و عقل کم مای خدر رسانه خود بود که برای اونا نظر بتیم، ولی چون امریکا همیانه در رابطه با ایران مثلا دستپاچه هست، شاید مثلا جنگ او طرف انتقال بده و اینجا بخواه که جنگ طالبا خوره کم مسئولتر احساس کنه، که دمی ریاستا کنم خدا نخواسته کنم باعث نشه که افغانستان به طرف یک لغزش دیگه افتاد. و در غیر از اون شاید خودشان خوبتر بفهمند، جناب خطاب سید، شما هم شاید بهتر از ما کنه. تشکر علی گل، ما بسیار لطف کردین از محبتتان، از لطفتان. باری اول از صدایتان میشتم. هر امکان موجود است برای اینکه از این سطح فکری افغان، خود معزلی افغانستان بالاست، با چی خواسته که پلانای امریکا در رابطه با ایران چی است. مگر یک چیز برتان بگویم که ایران یک حکومت است که امریکا آورده و انجامی از اون به دست امریکا است. تنها اگر امریکا از درون انقلاب یک دفعه در جان همین معمر القذافی را بهترین مثال شده میتونه، از درون شورشیان در جانشان مسئله ساختن و معمر القذافی را این تا تریپولیس چی بودن مرکز اونجا رسیدن و باز بعد از اون اینا حمله کردن. در عراق هم همینطور صاحب توتیعات زده از اونا و حمله کو دیگه کو،
برای امریکا مسئله موش و پشکواریست، اگه ایران بخواین که متلاشی بسازه و از بین براد، هم از بیرون هم از درون بسیار زمینه مساعد است که در ایران یک انقلاب بیاره و تغییر حکومت بیاره. ضرور نیست که با طالب بگویه و باز اونجا خود مستقر بسازه، اگه بر قدرت است همه امکانات میدانه. حکومت آخوند غرض نمیگیره امریکا، هیچ شما در فکر همه تو که پاکستان غرض نمیگیره، دوستشان است، علنا اعضای بیرون از نیتو شمرده میشه، مگر تنگاتنگ ایران هم در جامعه یا چی میگه در لباس دشمنی یک دوستشان است. بعضی دشمن ها برای آدم قدر مفیدیت داره که یک دوست نداره، اونا را باعثی ظاهرا در شعار دشمن فکر میکنن، مگر نیمه چی میگه شرقی میانه را به حراس آورده. یا مو حکومت های چون عربستان و دیگه و دیگه کمی کلی خود بلند میکنه، میخوای خود مختار شد و یک دفعه چیغ میزنه که حالا آخونده طغیانی شدن و وحشی شدن، نفستان را میکشه، این ما رفتیم ایلایتان دادیم و لاغه بانیتان. باز کلگی میاد پای امریکا میفته. او یک دکمه ترس فشار بالای از این هاست. امیال امینا مخفی با امریکا ارتباطات دارن. امی آدم هم که کشتن جنرال سلیمانی بود چی بلا بود، او را هم برای ازی که در ایران مردم پهلوی حکومت بیستن، یک سپورت برای حکومت شوان و خود آخونده هم از درون بسیار خرسند شدن که او را کشتن در اونجا بیرون. در سطح شما سیاست چیزی میبینین، در داخل یک چیزی. ای ضرور نیست که ولاد افغانستان باید یک حکومت بیای و باز جنگ کم شوه و باز طرف جنگ زیاد شوه. این جنگای کنونشنال وپن ایره میگه، یعنی توفنگ از کارتوس از فایر میشه از اینجا تا یک فاصله بسیار کم یک هدف هم میزنه دیگه. امریکا از بالا سب دو طیاره را که پرواز داد سب همی آخونده را تار و مار میساز، یک چند جنرالش که زدن کلشان میگروزن تسلیم میشن، از درون هم یک دفعه بگوی که انقلاب کنین و مردم پول بتو، یک نفر از بیرون میاره ایجنت خود مقرر میکنه. صاحب ما فکر میکنم گلم ایران بسیار زود جمع کده میتون. معمر القذافی را با او قدرتی از او یا صدام وار یک آدم که ایران 8 سال زد در برابر از ناکام موند، گلمش را جمع کدن رفت پس کار خود. این کشورها را زود میتونه قل و قم بسازه، مگر از لحاظ سیاسی بعضی دشمنا را نگه میداره و دشمن بزرگ نشان میده، برای از او تبلیغ میکنن. این سیاست است که حداقل ما فکر میکنم. شاید مغز قاصر ما قد نتا در حقیقت، شاید واقعیتا را بیان نتانم، مگر آنچه ما برداشت خود ما باعث یک شخصی که در طول 30 سال یا بیشتر در مسائل افغانستان بودیم و شاید اوضاع بودیم. امی انقلاب ایران ما در امریکا بودم صورت گرفت، چگونگیش هم میدانم، در این جامعه در امریکا دیگه امی ایرانی ها را یک دفعه مارش کردن. اینجا خیابان است به نام ویلشر بولوارد از ایرانی پر بود، زده امریکا شعار میداد و امریکا هم غرض نمیگرفتن اونا را. او خیابان اگر شما مسدود بسازین کل امی لس آنجلس فلج میشه، همون مخرج مجرای عبور و ممور عبور لس آنجلس است. مگر مورد یک 2000 ایرانی را پیدا کرد ایلا داد زد پادشاه و زد امریکا، در درون امریکا نگبان که مظاهره میکنن و زد پادشاه. و خمینی را هم در فرانسه نگه داشته بود، آمار آمده 150 میلیون دلار برای سیکیوریتی خمینی مصرف کردن امریکا و فرانسه. خب کلی از یخن کلا کشیدن گردنشان برآمده، منافع مشترک داره. باز در تیاره فرانسوی بردن ایران، از اونجا در هواپیمای انگلیسی پادشاه را کشیدن ایلا دادن که برو هر طرف که می. ایران غرض نمیگیرن تا جایی که من میبینم، و اگر اینا بخواین بسیار زمینه مساعد است، مثل اموسیب که اینقدر پخته شده که کمی درخت شور بخوره میفته. این چیز. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. آقای محترم خطاب صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فرانکفورت شما عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز محترم. صاحب من مسئله افغانستان رو میخوایم چند دقیقه خدمت شما عرض کنم که چرا افغانستان به این حالت شده. الله خوب تا وکی صاحب 40 سال است که پدرها طفلای خود از دست دادن،
افغانستان کابل مرکز عربا شده، پاکستانیا شده، ایچی هایی روز است. وقتی که بینندگان عزیز ما صحبت میکنند به برنامه شما یا از افغانستان تلفن میکنند، می امریکا از افغانستان میبراید. اگر امریکا تصمیم بگیره که از افغانستان بره، باز ملت افغانستان چطور اجازه میده که امریکا از افغانستان بره؟ مملکت ما را بیران کرده، نه پل مانده، نه دریا مانده، نه خانه مانده و به میلیون میلیون جوانای ما کشته شد. چرا مردم افغانستان نباید امریکا را بانه که آسان از افغانستان برایه؟ و دومی که مصارف دولت ما را بده، مصارف مملکت ما را بده، به میلیون میلیون دلار در افغانستان برای مردم افغانستان خساره کرده. یعنی در این سه باید ملت افغانستان نمانه که امریکا از افغانستان باسازی برای پس دوباره مملکت مرابط کنه. وردک صاحب، وردک صاحب، وردک صاحب، تصمیم داره که عبدالله جان با ایران حمله کنه، منتها وقت زمان داره. و دومی که خود افغانستان یک پایگاه نظامی امریکا است، از نگاه استراتژیکی، از نگاه کمین، از مسائل نظامی که برای شما عرض کردم صاحب، برای بینندگان عزیز که امریکا هیچ وقت ایران نمیمونه که آرام باشه، 100% حمله میکنه بالا ایران، وقتش معلوم نیست. دوم، یکی از بندگان خواهش میکنم که عرب قدر بالا نسازن. و دومی که چرا وردکی ها را تخریب میکنن؟ کسی که از وردکی ها بد میکنه خود بیترام میکنه، بیسنجی صحبت میکنه. وردکی ها بسا مردم های خوب هست، شریف هستن. از خاطر که خودت وردک هستی بیادر ای گپ میزنی، اگر وردک نمی بودی دفاع از وردک نمی کنی. خواهد اگر نظر شما صاحب خدا بیادر دلام. خواهد بیادر وردک از ترس کس نشوخی میکنم برادر من. خودت هم میگه ای وردک نیست، ناق با تخلص خود وردک مانده. هیچ میگه پشتو حرف زده نمیتونه، وردکی ها کلشان پشتون است. و به هر حال بیادر یک فکایی بود، بسیار جالب بود. یک وقتی شنیده بودم میگه مو میگه در یک وقت یک سیل آمده بود در قریه، وقتی که سیل می آمدن و خانه یک چند نفر ویران می شد، مگر دیگه باز می گل و لای میگه در پایان سیل استاد می بودن که باز چی را میاره که او را وردار و هر کس که گرفت. میگه هر کس یک چیز را کشید از او چی از امو گل و لای و اینا. میگه یک نفر میگه دست انداخت برای از اوی چیز نامد و در آخر یک سیایی را چوب میگه آورده بودم و سیل. میگه کسی گفت که خویی خوب شاید کدام چیز نباشم، اگر یک کندی چوب است ای را بکش بیادر باز بشکنان یک ازوم تنور و اینا، خب میشهد اقل یک چیز به دستت میایه. او را در پشتو مندی میگن. بازی گفته بود که والا امیرم راست میگی و بیادر امیر اگه ما به دستم بیا او یام خیز انداخت و خود را گلپور هم ساخت، ولی دست مندازه و صاحب که چوب بکشه ای چوبی را کش کده میره و ده گلا و ده چی نزدیک است که غرق شد. این مردم میگه که مندی را یامی چوب کنده چوب ایلا بتی که غرق میشی گمش کو پشت چوب نگرد. میگه ما چوب ایلا میتونم، میگه چوب مرا ایلا نمید، زه مندی خوشی کم خوش مندی ما نخوشی کی. او یک خرس بود که هوا ارده بود و سب یکی دست انداخته که چوب است و خرس ها میره کش کده میرفت دو طرف دیگه. حالی افغانستان هم برادر که مندی ما خوشی کهی زی مندی خوشی کم خو مندی ما نخوشی کهی دیگه غلو پار. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمید. شما خوب است؟ خیر خیریت. قربانتان شم تا که خود ما شما افغان های اصلاح نشیم در کشور ما هیچ آرامی نمیه. چند وقت پیش امرالله صالح که عضو دولت وطن فروش امیال سه دارد، امرالله صالح گفت که ما با طالبان نمیشینیم مذاکره کنیم، به خاطر که بزرگای ما را کشته، لیدرهای ما را کشته و بزرگای ما ربانی است، برانالدین ربانی، آمشا مسعود و دکتر نجیب، این بزرگای ما را کشته، ما با ایشان نمیشینیم. شما فکر کنین که نا مسلمان هستن، کفر هستن یا وطن فروش. نجیب گل 2 میلیون افغان کشت در سازمان کی جی بی. از اون وقت
این لیدر از اینا شده، این بزرگ از اینا شده. او ربانی کردی افغانستان با نواز شریف پاکستان فروخت، تمام تیاره و تمام چی داره، اینا کلشان این بزرگای زیاد شده. شما ایره شما قربان شما خودتان قضاوت کنید که ما همه رقم انسان ها که در کشور خود داشته باشه و در راست کرسی هم قرار گرفته باشه، این جهاد از اینا تو در کدام جبه بودی، تو کدام جهاد کردی، تو این جهاد هست که نجیب گم این لیدر ماست، بزرگ ماست. شما میتونید به این باز تفسیر کنید. و یک مسئله دیگه که آقای لشکری یک برنامه ساز بود که با رئیس المپیک طالبا یک مصاحبه داشت و در مصاحبه خود او بسیار زیرک است، آقای رئیس المپیک گپای خوب زدن و بالاخره عکس‌ها را برشان کشید، یک عکس دکتر نجیب را برشان نشان داد. امیر رئیس المپیک که در یوتیوب هست، من از بل خود نمی سازم، گفت بله این یک قهرمان است، یک انسان بسیار شریف است. شما این حال فکر کنید که سر کلاوه است پیش ما، شما گم است، ما شما نمی‌فهمیم که ما چی کنیم. مجاهدش با مجاهد نمی‌مانه. همین رئیس المپیک، شما خود طالبا کسی که یک روز نماز نمی‌خوان دور جزا می‌دارن. ما مسلمان هستیم، حال مسلمان هم بته میباشه که امون نجیب گم هم میگه بزرگ ماست، لیدر ماست، امون رئیس المپیک. بله تشکر صاحب از چگونگی. خب یک طالب است، یک آدم است، تغییر کرده افکارش، یا فرزان یک چیزی پول برش رسیده، یا بر اشتهار همه تو که مولا رسول و امی منان و دیگه و دیگه، هر کدامشان ما میشناسم، مصاحبات با امره از اینا در او وقت رادیو داشت و مصاحبه کردیم. حالا گشتن آمدن در میمان خانه امینا در رکاب ناتو و اشغال و اینا میدوند، زنجیر پیچ ساخته اینا رو، و طالبای ما است حال خود رو. او دیگه پالیسی طالب تشریح نمی کنه، یک نفر از تغییر کرده، یک نفر از پرچمیان رو دوست داره. امی امچای مسعود قهرمان جنرال های پرچم خلق آورد در کنارشان در جنگ های کابل، اونا قمانده می داد، از تجاربی از اونا همی خلقی های بروتی دراز برین ببینین در یوتیوب، اونا کلی قهرمان می گه. افغانستان رو برباد کردن، بعد از او آمدن در جنگ های تخاصم بین وحدت و حکمتی ها روینا و از او استفاده می کردن، زده از او برای چوکی خود استفاده کردن. یه افغانستان است. مگر یکی کنده پالیسی زنده طالب تغییر کرده باشه و بگه که نجیب قهرمان ما بود، او رو خطاله نکده. یا در درون خود حزب اسلامی مگه یک نفر تغییر میکنه و اقوا میشه، مثل عدی ارغندیوال عکس حکمتیار رو باعث تبرک دم جیب خود تعویز واره نگاه میکرد، در خانهش پر بود و برش تبلیغ. یک روزی آمد قوالی حزب اسلامی رو در جیب خود زد، حکمتیار رو گفت که هیچ برای ما رئیس نیست. یه خواست دیگه، یه خوب انسان هاست تغییر میکنه و دل میکنه، شیطان داره دیگه داره. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم سه. این از آلمان هست خود چی. و برحال این لینا رو دیگه من غرض نمیگیرم، وقتی من پور هست برزی که برنامه فریباجان شمال از آلمان از استودیو هامبورگ و چی یک برنامه زیبایی داره و یک خانم زیبا هستن ماشاءالله، بسیار تجاربی فراوان در عرصه مطبوعات داره، گویندگی دارن، چی لباس مقبول با سطر می پوشن. یعنی واقعا من این برنامه را بسیار ارج میگذارم و خوش هستیم که زیر چتر پیام افغان این برنامه ها پخش میشه. ما این برنامه سازای ما چی ایرانی هست، یک دو برنامه ایرانی داریم بسیار معقول، از آقای دکتر محیط گرفته تا و برنامه دیگه که هست بسیار مسائل. و چی برنامه های دینی ما هستن، از پوهان صاحب حسین خیل، آقای سعداد صاحب، برنامه که از آقای مذهبی صاحب از کانادا و دیگه برنامه ها واقعا، یا دیگه خاطره ها از آقای غوثی، تمنا جان، سکندری صاحب، یعنی تعداد کثیری از برنامه های سپورت از همین خود استودیوی هامبورگ پخش میشه. یعنی ما بسیار برنامه های خوب داریم و تلویزیون پیام افغان، یعنی تعداد بشماری از برنامه سازای مهربان دارن، آقای آریان از اونجا، یعنی واقعا قابل قدر است. ما بگویم که از این مجرا به خدمت برای افغان ها صورت میگیره، برنامه از اونا هست. ما معذرت میخوایم دیگه
تلفن شما را داشته نمیتونم. لطفا عضویتتان را بفرستین. یک چیزی که فراموش شد فرزاد جان، آقای داوود نیازی امروز عضویت خود را فرستادن، ما فراموش شد که او را اعلان بدارم. گپ آمد و بیادم آمد، امیال پوسترسان آمد، چک خود را فرستادن. نیازی صاحب دیره من نه تا جارسم سمر میربان یک شخصی چه خطی را تنوشته کرده، چه میربانی دی کرده. عضویت امسال خود را فرستادن مبلغی بسیار خوبی است انگفت برای تلویزیون پیام افغان. خداوند شما را خیر و برکت نصیب بداره و کسای دوستای دیگه که میفرستن. آدرس تلویزیون پیام افغان روی صفحه تلویزیون قرار داره و همچنان شماره تلویزیون پیام افغان. لطفا عضویتتان را هم اعاده بسازین و هم علاوه کنین، یعنی اعضای جدید ضرورت است برای تلویزیون، برای بقای تلویزیون. با مصارف بسیار گزافی با پیش میره، نه در امریکا و نه در کانادا دیگه تلویزیون روی ساتلایت مانده، مگر در شرق میانه، افغانستان، سراسر اروپا تلویزیون پیام افغان روی شبکه هات برد، که یعنی چون تنها در ایران ما با صدها هزار آدم تلویزیون پیام افغان تماشا میفرمایند، در پاکستان بیننده داریم، در هندوستان، در شرق میانه تعداد کثیری در اونجا دسترسی به شما روی پرده تلویزیون میبینین. مو سیگنال فریکونسی هارت برد، شبکه که واقعا به مصارف گزاف یعنی واقعا تدارک دیده شده و دوام میکنه، همی پولای شما برای ازو خرج میشه تا تعداد کثیری بیننده ها تلویزیون پیام افغان تماشا بفرماید. دیگه به اول لحاظ در خود اروپا سراسر از طریق ساتلایت تلویزیون پیام افغان از طریق هاتبرد پخش میشه. لطفا هم بیننده و هم همکار اقتصادی تلویزیون پیام افغان باشین، انشالله در زندگی شما برکات هم. یعنی اشتهارات یا اعلانات هم تجارتی و هم اعلانات فوتی تانه به تلویزیون پیام افغان بفرستین. ما باز از دل یک دعایی داریم، یا اسم عمو متوفا را بیان میداریم، از خداوند برشان جنات آرزو میداریم. یقینا وقتی یک فاتحه صورت میگیرد در تلویزیون جهانی و عام با میلیون ها آدم دست بلند میکنه و امین میگه، انشالله خداوند لطف میداره بالای عمو، روحشان شاد نگه میداره و یک تسلیت دیگه. لطفا اشتهارات اعلانات فوتی تانه از طریق تلویزیون پیام افغان پخش کنین. ما هم بسیار داخل ثواب میشم وقتی یک اعلان فوتی را اناونس میدارم. گران دوستان و تاسی هری و خدای سپارو به مخ خدای خدای پاک.